بیشتر میاد طلبم کم بگو کسوشه بستم روی ترون داشت به میگن کلونل جرمم عبد حبسم ترون گرفتی بزن دستم بمونن اوزم عاشق هیجانم اینی که میزنه داشت قلبم به زور به میگن تیم سار بده کار چوبیدم بیستان سر خار میکنن ایسکاد یه ترونه میره سیچ با بده چار یه چیز زدم کار کنه میره توت میچرخه ماکروفر دورم پره لاش خوره رتته رفته تاندونه پره توی بانکا پول میاد دوتا بیزنسی تاختا پول یه جو در میاد توی 25 کش انگاری زدم باشگاه پول کار کن کاری داری بام بی وجودی داشت خاطی پاتی ما چند تا این ما زیادی ما تمامی نهره لاشی بازیام گفتم باز پر کنه تکونم نمیده بولدوزر ترون تیم جفت شده نکشه با من که پستوزه آ نمیکشه اسمم کامیون شدن ازم امشب آویزون یادم چی کشیدم تا دیروز کار نره به قسمت حاجی تو اگه نزد قلبم چی بالا ده تا چی سر کردیم زندگی گاییدمون ما هم خیلی پر رو رپ کردیم میگیرم دوتا کام چیزی نی هرچی داری نری و میگیریم رو برسام کلن فیره کیرون میشه بالا پایین بی تی سی می نویسم مثل نخ بافل و هارد دلیوری کس خار یه ترونه یه تیم سار میکنم تو تا تم مثل رول پلاک نمیشم دشمن شد داشت روی دشمن شد زورشون بهم نمیرسه همشون شدن دشمن با هم بوم کلونل ولی دشمن شد مستش از اینجا دشمن شد خیلی قدیمی خیلی قدیمی هم و کس دشمن شد این کنده بیشتر بکنه رفقات کس دشمن شد کس دشمن شد کردن بدترین داش اصلا شاههای قدیم سر این جنگ میکردن آره از این ور میرفت به اون معبد حلاله حلاله جنگ سر جنگ سر کنه کل مشکل سر کسه آره بابا میگن ایتفر آشای کسه بوده سر اون هر یارو گایی بابا سر اون یارو گایی داداش اینو سانسور کنم رفته اولمپیکو ببینه زفت داره کیری آره تیک میزنه کیری چیزه شیشه نمیگه هم اکی ساخته شده اختراع شده که مثلا که فهمیدن آمفتامین اینجوری تاثیر میذاره رو ما یه افسانه افسانه از یه سری شیشه شنیدیم نخوندم خودم ولی شیشه میشه یا میگن که شیشه میشه یا که داره شما جوز نخورید اونا هم جوز بزنن آره دقیقا اونا میگن که مثلا با توی جنگ توی ایده داستان خود نفس کریستال که مثلا تو پایپ بکشی ما نمیگم تو هم آمفتامین اینجوری بوده که تو جنگ مثلا میخواستن مثلا چی میگن سرباز جنگی کنار کسخلشن ترسشون بریزه همین من اینو تو جنگ جنگ به سربازاش هم میداد خوش میزد فکر کنم ژاپونیا کامیکازی من از همون شیشه ای اینو شنیدم من همون شنیدم آره احتمال تو مدیس شیشه ای شنیدم همه رو بردم آره. شو... اینجا شنیدم چیز کاراکتر رو بودم فیلم من اصلا من این جذابی راجع آیس داشتم میگفتم آها شما آیس میزنی آیس ها چه شده آیس کوکاین ایران بود یعنی کوکاین بود من خیلی بچه بودم ولی یادم آره باشه یه دوره بود اینطوری بود اصلا ملت مثلا فلانی آیس داره میاره وای شب میکوبیم آره دقیقا جای اکس رو گرفتیم من آیا از اینجا رو نگاه کردم که یه آدمی داره با علوم غریبه در ارتباط تو با نه برش کن این هم نمیشه من از بغل احسان پوستا رو میبینم خیلی دوست دارم بیارمش تو میرا ولی رام نمیشه رام نمیشه حسین تو از خیلی شکری داستانم داستان چی بشه چیز رب نداره بکنم سه سال پیش سه سال پیش از صفر شروع کردم یعنی اونجوری نبود که قبل شروع میکردم مثلا مینوشتم نه اصلا نه سر رشته ای داشتم نه چیزی فقط گوش میدادم حساب فکر کنم تا جایی که یادمه گفت اول حساب مینوشت آره من نمیدادم بیرون من مینوشتم اینجوری برای خودم یهو دیدم حسین کار داد بیرون داره میگیره سپ کات کرد اولش چی شد شروع کردی اصلا سنت هم کم نبود حساب ورس نوشته بود بعد رفتیم توی یه جمع میخوندن همه دیدم حساب ورسش خیلی باله بعد حساب جاش هم خالی نبود اونجا زنگ زدم گفتم ورس تو ورسشو خوندی این داستان واسه 4 سال پیشه واسه 4 سال پیشه بعد یه سال اینا گذشت گفتم یادش بخیر یه سال پیش چه حالی داد ورسه رو خوندم و اینا بعد تو جمع چند تا رفیق بودم نه هیچ کاری نکردم اون دوره بگن نه دمت گرم دانش من یارو میگم با سانس نه بودم دیگه آره اگه داشتم کارمو میکردم بعد نیست نه ولش کن آره اوکی داشتم کارمو میکردم بعد یه دفعه به سبب کاری که میکردم توی جمعی قرار گرفتم که توش رپر هم بود آفرین اوکی بعد
همین دیگه. سر دیگه حال داد و بعد دیگه ورس حسابو نخوندم. اول بعد یه سال وایسادم. بعد یه سال رفتم دیدم دارم میخونن و میخواستم یه چی بگم ولش کنم. دیدم دارم میخونن بعد من رفتم فرداش با ورس اومدم. تو استودیو همین اتفاقا؟ نه تو پارک. تو پارک؟ آها. اصلا یه محلیه بودم قیتریه. قیتریه به سبب کارم رفته بودم. قیتریه فهمیدم. حسین 22 ساله پارک قیتریه فقط یه دلیل میتونه باشه. آره اینجوری که ساخت و ساز که نمیارم. معلومه که سر صبح بود دیگه ورزش بود. از صبح تا شب. پارک قیتریه‌شو میدوام. من اون موقع آجی گسگلک میکردم. اینا من به سبب کار نبودم. می اومدم پیش حسین میرفتم اینور. اون موقع کلا دوران پارک بود. با حسین تو پارک. آره کلا من با حوزه همیشه خوب بودی؟ آره جدی ترین دعواتون سر چی بود؟ مثلا قهر که دو هفته من دو به سردایی دارم مثلا چی میگن داینامیکشون شد آره داشت امیر حسین و آرزا واقعا چی میگن پسرای بزرگان دارم آره مثل حسام حسین خیلی اونها اینجوریه که مثلا راحت مثلا 5 بار دعوای چاغوتور تو خونه افتادم ما هم اینجوری داشتیم مثلا همون یه ساعت بعدش آشی قبل از این چون بچه بودیم از وقتی مثلا بچگی در اومدیم دیگه اونجوری دعوا نکردیم بعد چون بچه هم بودیم جفتمون خونه بودیم مامانم اونجا بود ما تا بخوایم شروع کنیم مامانم یه دعوا جدی‌تر رو برشم همیشه یادتون میرم همیشه هم بعد غذا بود تو غذا رو می‌خوردیم مامانم میگه خوردی هار شد زور رو میگفتی به حسام هیچ وقت میگفتی دیگه میگفت زور که مثلا تو دعوا خب زورش بهم میچربید دیگه آها ولی بازم تو عالم بچگی بود دیگه حالا یه جور میگه تو عالم منفر در چیز خب از پارک از این ترانزیشن از پارک به استودیو چطوری بود خوندم بعد کسایی که تو اون جمع بودن نگفتن بده دیگه گفتن خوبه یا خواهیش رو نداشتن یا واقعا خوب بود گفتن بیایید بریم استودیوی یکی از بچه های ما تو همون قیتری هم بود رفتم کنه بچه های قیتری خیلی گشت نه با 3-4 تاشون دو بار سه بار رفتم استودیو بعد دیگه سری تموم شد خب خودم مسیر خودم رو پیش گرفتم بعد دیگه رفتم استودیو یکی از بچه های اونجا دیگه نیومدم بیرون دیگه آجی موندم هی کار ضبط کردم نه اینکه موندم کلا اونجا میرفتم هی میومدم نه اونجا نمیخوابیدم میرفتم هی میومدم نروز یه کار ضبط کردم اولین کاری که ضبط کردی چی بود؟ اولین کاری که ضبط کردم فکرم چیز بود آها ترک نوکیا که اومده بیرون من اولین کاری که نوشتم ضبط کردم اومد کردی نه بابا هنوز هم هست دیگه رو پلاتو آره هنوز هم هست عروس آنکلود برداشتم عروس آنکلود برداشتم دیستریبیوشن کرده بودیش؟ آره بابا اون موقع سعی دیستریبیوشن نقدر جدی بود ببین من یه چیزایی از منیجر شنیده بودم کارام اصلا منیج نداشت شاید بگم تا پول داشتی اون موقع؟ آره بابا میگم اون موقع کار میکردم خوب پول داشتم خیلی خوب پول داشتم آره خیلی خوب پول داشتم اون موقع خب چی داشتی منیجر یه چیزایی شنیده بودم راجع به منیجمنت و اینا بعد همینجوری دهن تو دهن شد چرخید یه نفر رو پیدا کردیم یه ایکس نامی اومدش گفتیم مثلا منیجر چیه تو الان چه گویی میخوری تو الان چی کار میکنی گفتش که هیچی من کارا رو از رو پلتفرما میدم بالا من اون موقع نمیدونستم منیجر کسیه که چه میدونم باید کارهای تو رو به رو برنامه ریزی بندازه انتخاب اشتباه تو حذف کنه من خودم به شخصه شاید یه ساله مثلا درست حسابی کارم داره منیج میشه اصلا تا قبلش نمیدونستم چیه اصلا اگه میگفت قبول میکردی؟ چی میگفت؟ مثلا میگفت این کار رو کن اصلا جا افتاده نبود ببین شاید من اون موقع گیر آدم درست نیفتادم اون موقع مثلا یکی رو پیدا میکردم مثل کسایی که بچه هایی کردن دارم باشون کار میکردم شاید اوضاع خیلی فرق میکرد بچه جوری جره اومد؟ یعنی اینجوری که الان داریم سال مثلا 400 الان چه سالی این؟ 403 این؟ آره 402 داستان واسه 404 نیستیم من از خیلی قدیم طرف میکنه نه با من اولین ورسی که گفتم نوشتم اون نوکیا بکنم من انتظارشم از قدیم تر باشه از همون چون از همون همین چون از همون اول ترکشو پخش کرده واسه همین آدم فکر کنه مثلا 10 سالم پشتوانه داشته خب چه جوری پیش رفت الان بعد از اون چه جوری پیش رفت داستان رو تیکه تیکه تایملاین میبریم جلو بعد از اون ببین چون با حسام صحبت کردیم حسام اینجوری آره. که هی میگفت از حسین الهام گرفتم بعد خودت نبودی که توضیح بدی ببین اون شکست نفسی حسام بوده الهام گرفته خود حسام یه سری جا باعث شدش که من اصلا شاید مثلا دو تا آپدیت تو کل این تایم کریرم داشته باشم مثلا شاید جفتش هم سر حسام باشه حسام داداشمه دیگه بغلمه کلا میاد ورس میخونه بعد همیشه یه جمعیم
رفیقامون هستن، ریاکت بچه‌ها رو می‌بینم به حسام ورس می‌خونه. حسام میومد ورس می‌خون، حسام یه دفعه خیلی پیشرفت کرد. دیگه چیزی نیست که فقط من می‌دونم، همین می‌دونم. حسام یه دفعه خیلی پیشرفت کرد، من به خودم اومدم گفتم خوشقول 10 تا 15 تا ترک دیدی. میگه چجوری داره می‌خونه؟ بعد یه تلنگر خوردی. آره حسام خوش تلنگر. دوره لیتیه ما داریم میگیم. یعنی که جلوتر داریم. آره نه همون دوره لیتیه. مثلا چهارمین ورسی که حسام خوند، مثلا حساب من اینجوری میتونم بگم سومین، من داداش اولش خیلی ضعیف بودم. یه شرایطی نه بابا، یه شرایطی لیتی ام نه، قبل اون نیدم. من قبل اون خیلی ضعیف بودم، حساب بودم، حساب نوش فاش نمیدادی بالا، اصلا نمیدادم بالا. ها نمیدادی بالا. موقعی که مثلا می نوشتم همین برای رفقا می خوندم خیلی ضعیف بودم. اولین دومین ترک هم که داده بودم اونقدر قوی نبود، اصلا شاید سر همین بود. مثلا می خوندم یکی که الان مثلا حتی نصف منم ویو نداره با من میخوند، همه میگفتن به به اینا، من میخوندم همه کابل میگفتن. اون اصلا تیچونه من نمیرفت سر همین اصلا. تایم گذاشتی روی داستان که من خیلی آجی اصلا این موضوع برام چیز شده بود، میگفتم مثلا این با این استیل داره اینجوری میخونه، تو باید بهتر بخونه، تو باید رشد کنی. چی کار کردی؟ خب آجی من یه سال امکان نداشت یه روزم نه بشم مثلا ننویسم، یه سال بکوب مینوشتم، بلند میشدم میذاشتم تو گوشم فقط مینوشتم. یه سال بکوب نوشتی یهو به خودت اومدی شدم دکتر بهشتی. حسام حسین مال سهرها داشت بزرگ هست، یه تیکیات پشت کرم خب حسین تولنی که بودی ترک اول نوکیا رو دادی، رفتی جلوتر، چند تا ترک ریلیز کردی تا اینکه مثلا یه فیدبک قابل توجهی بخوای بگیری؟ ببین من اون فیدبکی که میخواستم بگیرم و دیر گرفتم. چرا؟ به خاطر همون منیجمنت غلط دیگه. من یه سری اشتباهات خیلی بزرگ تو کریرم داشتم که اگه برمیگشتم عقب شاید از همون ترک اولی که میبستم و میدادم بیرون، ولی یه سری کارهایی که تو ترک سوم، چهارم، پنجم، هشتم کردم اون شاید نمیکردم. فیدبکی که دادیم میگی؟ آره دقیقاً. فیدها رو نمیدادم. چندم بود؟ فکر کنم من ترک چهارمی که نوشتم فیت بوده. ترک چهارمی که نوشتم فیت بود. میگم دیگه آجی کسی نبود بگه این اشتباهت غلطه، بعدن شاید اصلا یه برداشت دیگه بشه. ولی بازم دارم میگم من حالا نمیدونم کی مثل من یا مثلا اندازه من زیادم فیت ندادم، ولی فیت داشتم دیگه بالاخره. آره. کسایی که اندازه من فیت دادن تو اوایل کریرشون بعید میدونم کسی باشه که اینجوری جوابی که می‌خواست رو گرفته. من با اینکه آره، خیلی مسیر اشتباهی رفتم، بعدش همون قدی که اشتباه رفتم دهنم گایده شد تا درست کارش در اومد. آخه همین کسایی که فیت کسایی که زود فیت میدن معمولا پتانسیل ندارن. تو آره، پتانسیل داشتی ولی نمیدونستم دیگه، اصلا آره، هیچی نمیدونستم. آره. فکر می‌کردم خوبه مثلا همچین کار. همین آخه چیز سنتی هم همین بود، روش مثلا رپ زمان رپ فارسی اگه گوش میدادی اصلا همین بود. آره. رپ این اتفاق افتاد همینجوری بود. تنها حالتی که آرتست میتونست مثلا دیدش استعداد لیبل فلان. خب جلوتر با فیتا فیدبک اولی یا جدی ها رو گرفتی؟ آره دقیقا. خب بعد جلوتر اومدیم حسام که لیتیم که وارد شد. حسام فکر کنم لیتیم اصلا به حسام نمیخوره. آره من سر همین متناقضه اصلا گذاشت. آره با استیل خودش من حسام اولا عکسش اسم لیتیم رو دیده بودم، عکس حسام رو دیده بودم، اسم و عکس رو دیده. خب بعد حسام فکر کنم من 7-8 ترک داده بودم، 10 تا داده بودم که فیت اول تو حسام دادی. فیت اول واسم آره اسمش هم فکر کنم بیگ بنگ بود. بیگ بنگ مهمونی طوره بود. آره. من همون ترک اومد علی ترشی رو علی ترشی علی ترشی اومد اولی واسم پلی کرد که لیلتی هم اومده خیلی بمب گوش کنه. من اون موقع بود حساب شرفتم. خب جلوتر بعد رفتیم جلوتر دومین فیتمون فکر کنم تو اولین آلبومی بود که دادم اسم آلبوم کانابیس اولین آلبومی که دادم های کوالیتی آمفتامین. آره اون ترک تهرانم با سوزوش بود. آره بعد میگم دیگه آجی کلا هر دوره ای از کریرمو نگاه میکنم به غیر از آلبوم به بعدم خودم دوست ندارم. چرا؟ ببین اوکی نگو اینجوری نیست که اونجوری که تو هم سخت میگیری به نظر من چیز نیست. خیلی میتونستم قشنگتر بسازم این راه رو آجی. آره ولی اینجوری که تجربه است دیگه، میاد و میگذره دیگه. باشه که تاثیر مثبت هم داشت، یعنی تاثیر مثبتش من بیشتر داشت. تاثیر مثبت که آره خیلی داشت. خب کانکشنم خیلی بیشتر شد. آره کانکشن من موقع کار میکردم دستم تو جیب خودم بود، با پولم هر کار که میخواستم میکردم. این خودش مشکله ولی یعنی اینکه مثلا با پول میای یه هابی آره دیگه اصلا میگم مشکل اصلا همین. آره اصلا مشکلی که الان با اون موقع دارم همینه که چرا اصلا پول نباید بره، پول فقط آره آفرین همین پول بیشتر باید بیاد تا خرج کنی. چرا پول میرفت؟ آره آفرین. ولی چیزام نیست
به نظر من نمیگه اشتباه نمیدونم اشتباه غیر قابل جبرانی هم مثلا نیست الان همین مثلا الان میگم اشتباهی مثلا میگم چیزه یه یعنی نگون پروموشن پلن های مختلف میتونی بریزی دیگه تو کمپین مثلا میذاری یه موقع یه محصولی رو تبلیغ کنی من دارم تبلیغ محصول جدی عادی واقعی مثلا میکنیم دیگه پیش میاد یه کمپین خوب پیش میره یه کمپین خوب پیش نمیره دلیل نمیشه اون کمپین اشتباه باشه درست خرج کردنه آره مثلا برای خودت ویدیوهای خفن بگیری نمیدونم برنه همه جای دنیا همینطوری داره پیش میره یعنی اینجوری نیست مثلا یه کیس باشه که اینجا این اتفاق افتاده باشه یا اینکه اونجا اتفاق افتاده باشه رپ فارسی هم میخوره حساس کلا رپ فارسی خیلی همین حساسیتش عجیبم است یعنی اینجوری که به خاطر مردم دیگه آره مردم چه پای مردم هم هست ولی خب کلا خب چیزه یعنی بعد توجه هم به یه سمتی جلب میشه ملت دنبال اول دنبال اینن که چی میگن مشکل پیدا کنن حرف در بیارن به واسه زرن داشته باشن دیگه ولی همیشه میگن تا چونی نسوزه دهنی وا نمیشه کتاب کلیر حسابو چجوری دیدی از اول داستان تو از موقع لیلتیم چی میخوندی از کوسه گفتم فرقانس اون یکی چیز حساب میگیره حساب ترکیه حاجی از اول حساب مثلا ورس اول دومش هم میخون کسایی که دور و بر من بودن با هم دیگه این 7 8 10 تا ترکو داده بودیم میگفتن حساب سر ترک سوم مسیری که تو مثلا 15 تا 20 تا ترک دادی و تی میکنه خب اگه تو هم نبودی آخه اینجوری نبودی اینجوری نیست مثلا یعنی همون من میگم که این اشتباه گفتم بهش اشتباهه سر اینه که اگه حسین مثلا اون مسیر رو نمیرفت حسام انقدر جاده واسش آسفالت نبود آره. مثلا ورود بهش به ایده داشته آره مثلا منیجر کیه یه جور میشه گفت اون اشتباهی که من کردم اون حسام با این روشی که یه دفعه سر داشت حالا آره یعنی اون مسیری که رفتی و واسه حسام خیلی کمک کرد یعنی چی میگن کریر حسام شروعش خیلی منظم‌تر از اون چیزی بود منم خب دقیقاً دیگه همین که خوش میگه دیده بودم حسینو مثلا کاری که میگفت من کردم اشتباه رو خب من نمیکردم آره دقیقاً کاری که درست بود تو میکردی خب چی حاجی یه سوال شخصی دارم این چی داری میخندی شما حرفتون رو شلوغی ها چجوری اینقدر که من کلا هر بار تو دیدم 27 نفر دیدم چه جدی چه حاجی بچگی همین جوری بودم بچگی اصلا سنی که نمیتون اجازه بیرون رفتن نداشتم به مامانم میگفتم مهمون میاد نذار بره نگرشون دار متولد چه ماهی بهمن نباید اینجوری باشم بهمن من هیچ اعتقادی ندارم شریفم به نظرم ببینم بچگی اینجوری بودم ولی الان 4-5 ماه شاید باورتون نشه شلوغیه داره اذیتم میکنه نه اینکه مثلا بچه هاش من اذیت بشم چرا این همه سال اذیت نمیشه آره من هم بحثم اینه چرا اذیت نمیشه آخه حسام اینجوری صد تا اندازه تو حسام مثلا چی میگن سوش اندازه تو منم تنهایی رو دوست ندارم ولی مثلا یکی دو نفر تاش دیگه حسین 20 نفر تاش حسین فرداری تیم میکنه یعنی اینطوری که مثلا نه بابا سفره یه که پهنه بچه ها نون میارن خودشون هم رو سفره نون رو بردن نه آره ولی اینجوری که چی میگن چجوری هندل میکنیم پرایویسی شخصی مثلا یه ماه نیستش که این 15 نفر دهن بعد غریبه هم نیستن همه بچه محل 10 ساله مثلا 15 ساله اینجوریم همه هم میگن جرقه میخوره آجی من تو مغزم نمیگم ببین آخه یه چیز بگم 5 سال الان فکر کنم 5 سال یا 6 سال هممون این کسایی که داریم با هم یه جا زندگی میکنیم 5 6 نفرمون 5 سال از اولین خونه ای که من گرفتم داریم با هم تنها زندگی میکنیم یعنی شما فکر کن خود به خود با یکی که 5 ساله داری زندگی میکنی دیگه آره چه میدونم تایم غذا تایم خوابت اونا نظافت اینا مثلا یکیشون ظرف بشوره اون یکی خونه رو تمیز کنه هر کی یه راه زندگی میفهمن تایم پریودشون یکی میشه شنیده بودم آره خیلی ما هم اینجوریم ما هم با هم دیگه سیخ میکنیم یکی سیخ میکنیم همه سیخ آنتنا بولم وارد اون داستان نشیم نظر چیه رابطه بلند بلند مدت هست یا کوتاه مدت حسام که بلند مدته من نداشت من هیچ بود من اصلا کلن وان نایتم داداش ببخشید چشم میدم جدی؟ آره اصلا دوست ندارم داشت من کلن تو رو نسبت به حسین چی سر میدونم یعنی احساس چی میگم با احساسات عاطفه دارتم احساسی تر هستم حسین ولی نمیدونم چرا اصلا رابطم زیاد خوب بود اصلا رفیق دختر دارم ولی اینکه نه رابطه بلند مدت داشتید حالا؟ آره داشتم بچه بودم اصلا 15 سالگی داشتم تا 17-4 سال بعد دیگه سوختش اصلا آره دیگه تمام حسام میتونست کسی رو تحمل کنه ما رو تحمل میکرد چپ میموند خونه من آره نه میرم خونه داداش سریال مینویسم با همین من مثلا اینه که ارتباط داشتم من فرشادم کل روز با 5 سال نزدیکترین رفیقام ببینم آخر شب مغزم سوت میگشه آخه عادت کردم فکر کنم 5 سال 6 سال این رویه ادامه داشته باشه
تو هم زدن نکردین انسان جان عادت نکردین انسان من نه تو رو تو بولم مدتی کوتاه مدت من اوزن خیلی راحت کنار میاد با این موضوع کنار میاد که آخه بستگی باز به طرفش داره ولی اونجوری نیستم اصلا اهل رابطه کوتاه مدت نیستم وقت تلف کردم سن بیشتر شده اینطوری شدی نه از اولش از اولش ببین شاید مسئله نه که اصلا کلا نبوده باشه چرا بوده ولی خودم دوست ندارم حال نمیکنم هر کی یه جوره دیگه آره نه اصلا منطقی خود منم اینطوری هم که چون اون سرمایه گذاری عاطفی واسم چیز بعد و قبل معروف شدن واسه این چه تغییری داشت مثلا زندگی واسه این چه جوری تغییر کرد واسه حسین اول بگه بعد حسام بگه ببین راستشو بخواید همین صبحم داشتیم با یکی بچه ها راجبی صحبت میکردیم خودم هیچی نفهمیدم فقط تنها فرقی که کرده اینه که باید حواسم به خودم و حرفایی که میزنم و کارهایی که میکنم باشه همین و اینا خودم هیچی نمیفهمم مثلا توجه بیشتری که بهت میشه چرا ولی مهم نیست آخه توجه مهم نیست اصلا تنها چیزی که فرق کرده اینه که مثلا محدودتر شدی هر چیزی نمیتونی بگی من آفرین من خیلی میرفتم بیرون کلا بیرون بودم نمیگم به خاطر حالا اون معروفیت هم که معروفیت داریم تو معروفیت نه که به خاطر معروفیت نرم بیرون ها ولی از وقتی این اتفاق افتاده مثلا اومدم تو رپ فارسی خیلی چیزا عوض شده اصلا خودم حسین 180 درجه عوض شده اصلا یه آدم دیگه شده مثلا؟ یکی دیگه بودم از همه لحاظ من صحبت کردنم با رفیقام هم عوض شده دلت واسه قدیمی تنگ شده نه؟ نه اصلا الان بهتر زندگیه آره الان خیلی کلا الان بهترین موقعیت الان به نظرم بهترین تایم زندگی خدا رو شکر خدا رو حسابتو شو من هم واجی کلا به خودم میگم خبری نی جدی نی آدم خودشو بخواد چیز کنه با چون میخوره زمین نه میگم دل رو قرلن تایم میشه جمله کتابی آدم بکنه چی رو خواستی باشه چند سال من 23 بیستوسه دلت واسه قدیمی تنگ نمیشه؟ چه قدیمی؟ داره چه قدیمی؟ سوال جالبی چرا آجی زمان پنجابه؟ زمان شاه رفتی سر چه هم آب میابردی اچه عجیب آره یا خدا داشت هیجده به بعد تازه آدم خودشو میشناسه داشتی که 15 سالگی زمان شدم من 15 سالگی یادش اون بچه بازی تو 4-5 سال کلا فکر کنم یارو رو 20 بار اون کجا سلام؟ چت میکرد نمیشستی؟ نه در جریان نیستی؟ چرا حرفی همین الان زنگ زده اتفاقا جدی؟ یه در ارتباطی؟ آره حرف میزنیم سخته دیگه؟ نه دیگه کی رته؟ دیگه همون اولش اولین رابطه تا 18 بود یا تا 20 گفتی؟ تا 18 اینا بود تا 18 اینا بود خیلی وقته دیگه تازه از اون به بعد من خودم رو شناختم فهمیدم من کیم تازه رفتم تو رپ پس من کلا محدودتر شدم چیز؟ همین سوال چیز حسین مثلا بعد معروف شدن چیاش عوض شد؟ چه تغییری کرد؟ نه خود میخوام آخه داداش ما کلا بیرون بودیم حسین دیگه وقتی مثلا یه ذره اسمش پیچید کلا خونه گرفت و رفت کلا تو خونه و زیاد اصلا بیرون نیومد و همین دیگه رفتاری یا چی؟ کلا بزرگترین فرقایی که کرد داداش آخه محتاط شد خودشو میگیره و انگ کرد نه آجی اصلا اتفاقا تنها چیزی که تون فرق نکرده همینه من اصلا بدم میاد یه سری کسایی میبینم حاجی یارو هنوز به هیچی نرسیده یعنی به حضرت عباس داداش اصلا پیشرفتم نمی یارو به هیچی نرسیده اونجوری یه جوری خودشو میگیره من اول تو فکر میرم میگم تو اسکلی این اسکله بعد فهمیدم اون اسکله بعد واقعا فهمیدم اون اسکله من اگه میخواستم مثل اون اسکل برخورد بکنم الان همون چهار نفری هم که دوستم دارن باهم حال میکنن همون هم حال نمیکردم میگفتن چقدر تو کونره یارو چرا خودشو میره آدمای لایفلس آدمی که زندگی ندارن چی میگن چهار تا دوست واقعی ندارن اینجوری میشن فکر میکنن زندگی فقط از پشت LCD و گوشیه فکر کنم برن تو قیافه جواب این سکیوریتیاتو میذارن بیرون دیگه یعنی اصلا واسه اون قیافه گرفتنه واسه اینه که اون چهار تا چی میگن از بیرون مثلا بیگایات نزنه بیرون یه موقع آبرود یعنی تو ذهن خودت آبرود نره اون تصویر چیزی که درست کردی نباشه ازم دیگه چیز شما چرا انقدر دعوا زیاد میکنید با هر کی دوست میشید بعدش دعوا میکنید به قرآن داداش تقصیر امانی چرا اتفاقا تقصیر ما کامل سفت و صدش تقصیر ما داداش به هر کی بیش از اندازه خوبی میکنی به هر کی میگی داداش هر کی میاد بغلت میمونه سفت و صد زندگی تو بهش میگی کارایی که مثلا اگه خود کسکشش میکرد تو تنهاییش نمیومد میگفت قاطی رفیق نمیکردیم رفاقت رو آره اگه میکردیم میتونه ولی از الان به بعد یاد گرفتم که اصلا سیاست مال رفیق بازیه یعنی تو اگه میخوای رفیقتو نگهداری باید سیاست داشته باشی آره دیگه کسی که از سمت رپ فارسی رابطه های از سمت رپ فارسی معمولا خیلی باید دقیقاً اگه جای به بعد بفهمی برای رفاقت نیستش برای چی داش منی که اولین ترکی که بستمو دادم بیرون تو رفاقت با کسایی که تو رپ فارسی ان ازم چه انتظاری میرفت من اگه سیاست داشتم ترک اولمو نمیدادم سیاست داشتم نمیرفتم ترک سومم فیلم اینجا بودیم
پول رفت چجوریه؟ حسش چجوریه؟ پول رفت اصلا پول رفتی هست یا نه؟ آره هستش، پول بخور نمیری هست، ولی زندگی باشه میگذاره. ببین زندگی داریم تا زندگی آخه، اگه فقط بخوای به امید پول رب باشی که آجی از گشنگی میمیری. پول رب تو آمریکاست، عشقشه بیشتر حال میده. تو ایران آجی ایران... پول وی پی ان رو داری میگیری، پول وی پی ان ملت بدبخت رو داری میگیری. ما هم جمله همونه میگیری افتاره، من هم ناراحت شدم این جمله، این خونه رو آزم چیزه. با خانواده رابطه ازون چجوری بود؟ چون دو حس میکنم مثلا رابطه متفاوتی داریم، چون حسام کلا نسبت به رابطه نزدیکتری داره. ببین شاید مثلا داره. فکر کنی من چون 5 سال خونه نمیرم، شاید مثلا جوری بوده که رابطه‌ام با خانواده سبب شده که من نرم خونه، ولی نه، رابطه‌ام با خانواده‌ام انقدر خوب بود الان بهتره. همون بچگی هم درک خیلی خوب که. آیا این خیلی هواره در هوا دارن؟ مثلا چرا همه داشتن، ولی خب دعوا با مامان بابام بودش، با غریبه نبودش. آره آره. معنی مثلا نمیگن که تو حسام رو به در کردی. نه حسام رو به در نشد. حسام مثلا من بابام خیلی راضیه. سر خوبی. از این وضعیت مامان بابام راضیه. ما شانسی که آوردیم این بودش که سن مامان بابامون نزدیک بود بهمون. ببین اختلاف فکری بودش، بالاخره 20 سال حداقل 25 سال 30 سال بزرگتر ازمون. ولی اونجوری بود که خیلی با همون کنار اومد. هر کار خواستیم بکنیم خدای دمش کرد. دو تا بچه این؟ خیلی خوش میگذره که این کل منابع بین خودتون تقسیم میشد. بعد رابطه شما دو تا با هم خوبه، حسام و حسین کنار هم دیگه میبینن حال میکنه. آره. داداش داداش با هم خوبن، خیلی چیزه چیه مایلستون تو. میمونه موفق داداش خواننده به جز کامران اومن کیا داریم؟ حسین و حسام تیمه ایم باید کنارش بزید، کامران اومن کنار بچه ها نظری من خوشتم. زانیار سیروان، فرزاد و فرزین، بشنورد و بروشه. زانیار سیوان خیلی ترکی بومی بودن. داشت من به نظرم اگه سن مثلا خیلی بالا باشه مثلا همون مادر پدر و بچه میشه دیگه، ولی ما همون یه سال دو سال فرقمون. من شدم مثلا 78. من حسین فکر میکنم بزرگتر باشه، یعنی قبل از اینکه بچه رو بشناسیم من بزرگتر باشه. حسین فکر میکنم فاصله اش فکر میکنم بیشتر باشه. حسین یه چیز چیز حسام تو این پروسه زندگی سوبر رو شروع کرده به همراه فرشاد جان گنگ داداش مای برادر میخوایم با هم بریم جدی. آره چیز قبل و بعد گل چجوری؟ یعنی بعد از اینکه حاجی ول کردی شاید همه بگم فرقی نداره، ولی خیلی فرق داره. خیلی فرق داره. آره مثلا من حاجی بیشترین ترسی که مثلا میخواستم بذارم کنار این بود که همه میگفتن یارو سوبره، مثلا میگن یارو سوبر نمیتونه بنویسه و اینا، مثلا گذاشتم کنار چیپس وا کردم. ولی بازم حاجی اون موقعی که میکشیدم مینوشتم به نظرم خیلی بهتر بود. نه بابا تبلیغ نمیکنم، ولی خیلی بیشتر میرفتم توش حاجی احساس میکنم. الان چرا خود داری بیشتر ورس میزنی؟ بیشتر میزنم، ولی اون موقع خیلی وایب بی تو بیشتر میگرفتم، شاید داشتم زندگیمو میگاییدم. آره. ولی خب برای رپ احساس میکنم اونجوری بهتر بود. کسی که بچه شیر تو مغز، ولی کسی که بزنه متوجه میشه منظورش چی. آخه غرق موزیک میشی وقتی میزنی. من داداش اصلا ریتمو خیلی قشنگتر میفهمی. الان مواد خوب ریزانو یه بار رو بیس حالا اون آیس رو اندم میگیره تنها ویدیوی دیویس که من آیس شیشه یه چیزی مواد خوب ریزانی ما یه شب رو آیس راجعه هیروین رو میبینجیم دارم. من هیروین تزریق میکنم اصلا نامستب کوردا میاد خودش باشه و مرد. چیز خودشو از بین برد نمرد. حسین تو رابطه داری تو طول زمان چجوری بود؟ اگه راحتی تو حسین میونه خوش آمد دراک داداشمه خوبی داری خانواده اوکیه، خانواده همه برنامه هم میبینه. ببین فرشاد ریاکت میره من اول بابام میگه میگه فرشاد ریاکت رضا ببین رابطم با دراگ من یه سال و نیم حاجی سخت دراگ میزدم، قرص میخوردم. چه سنی؟ 23 تا 24 25. دوران تازه رفو شروع کرده بودی؟ آفرین. تا 7 8 10 تا ترکو دادم تا فهمیدم بازی چیه، باید این کارو بکنی. یه چیز آجی رفت تو دهنمون خوردیم، گفتم چه حالی میده. بگار رفتم دیگه. دو سال حاجی مصرفمو اصلا ولش کن که چقدر بود. دو سال میخوردم، الان 5 6 ماه دهنم گاییده شد دیگه. 5 ماه نخوابیدم حاجی. 5 ماه نه، 2 3 ماه نمیخوابیدم. اون قضیه که میگفت کرونا پاششام به خاطر میخوابیدم. آلپرزولام؟ خیلی ببین بعد معلوم میگم آلپر حاجی، شاید خیلی ها خورده باشن بدونن چی میگم، ولی اون اندازهی که من خوردم و اصلا
واقعا درکش حافظه وضعیت نکرد. ببین چرا همین الانم هم که گذاشتم کنار حافظه کوتاه مدتم کلا بگارم. آره فکر کنم فقط گل اینجوری. نه آلپر خیلی رو حافظه عجیبه. حافظه کوتاه مدتمو گاییده. ولی از وقتی نمیزنم حاجی اصلا انگار اون چند سال خودم میدونستم بدترین تایم زندگیمه ولی باز میخوردم. هی از تو سیاهی در سیاهی دیگه وا میشد میرفتم. گرداپتوری دیگه. میافتی توش افتادی توش. چیزو بعد نخوابیدن بعدش چجوری هندل میکنی؟ میخوام هیچی متد دیگه حقیقت دعوا رو جایگزین کردم من جواب داشتم. من یه امیدی داشتم که بذارم کنار. هر کی تو زندگیش یه امید داره دیگه. من امیدم این رپه بود. ببین من تو هر کاری که دست گذاشتم تو هر کاری که دست گذاشتم حاجی به اون چیزی که میخواستم نرسیدم. من قبل از اینکه رپو شروع بکنم تتو میزدم. خب بعد تتو میزدم. چند تا جا رفته بودم کار کرده بودم. چند تا حرفه یاد گرفته بودم با کامپیوتر اینا. حاجی هیچ اصلا ول معطل. تنها جای شاخه آفرین. هی از این شاخه به اون شاخه. سنم هم دیگه اونقدر پایین نبود. فکر کنم شده بود 23 سالم. پسر بزرگ خونه، آقای زوم کامل روت، هر شب پلن داری. یعنی تو بابای میاد تا زمانی که بخوابه بعد بهش بگی داری چیکار میکنی، چه گویی داری میخوری. اینجا اشکالی داری میکنی چی نشانی زمان برای نشسته به اشکال این داشته بابا بابا حسین نماشون شده حواظشون نیزد بقل میتونم بیارم تو اتاق سیگاره کن بیا داشت. نه اوکی نوبا داشت داشتی میگفتی آلپی پسر بزرگ خونه بودی، مسئولیت رو دوشت بود. آره مسئولیت رو دوشم بود. اصلا چی داشتیم میگفتیم که میگم آلپی اون دوره ای که آلپی میزدی یادته؟ یعنی چجوری یادته؟ من چون اینجوری که بنزو من اینجوری که حافظه رو میبینی خاطره یادت میمونه تو ذهنت مرور میکنی کل خاطره یه تایمی که قرص میخوردم آجی با رنگ سیاسفید از جلو سرم میگذره. اصلا دارم میگم حاجی خیلی عجیبیه. چه دشمنم این، چه با هم حال میکنی چه با هم حال نمیکنی. ببین اصلا دور این یه مورد و خط قرمز بکش. من همین الان دارم گل میکشم، هیچ ناراضی هم نیستم اصلا. ولی این یه مورد و موقعی هم که میخوردم شاید آروم بودم حالم خوب بود. ولی الان دارم میگم اصلا کاش برمیگشتم عقب. تنها کاری که نمیکردم همین بودش که قرص نمیخورم. گاهی دادم. خب آلپی چه رنگیه، چه شکلیه؟ آلپی سبزی داره، آبی داره، سفید هم داره، گرد داره، یک داره. دیدی نصف کنی اوت کنی نصف نصف شروع میشه. یه بار خودم خوابیدم. برنامه همینه. ولی اشمالش اینه که انقدر بخوری من خیلی گلو ترک کردم رفتم دکتر ریخته بودم به هم. دکتر به هم داد اصلا آلپرو. جدی؟ آره من دو شب خوردم. نه دو شب خوردم دیگه نخوردم اصلا. قرص متنفرم. خواب میبینی؟ نه من ترک کردم میبینم. منم همین. ببین خوابای خوابای اینجوری که خوابای هر شب میبینم. من 10 سال خواب نمیدیدم. اصلا خواب نمیدیدم. الان خواب میبینم. اصلا گلینه. آره گلینه. پیرزن رابطه دارم. همه خوابای 10 سالو یهو انگار یه جا میبینی. بعد واضح روز روشن بعد یادت میمونه. آره حاجی بیدار میشی اسم میکنی واقعا بودی اونجوری. گل نمیکشی مثلا میاد استدیو صبح میگه حاجی دیشب خواب دیدم با یه پیرزنه تو دیت بودم شب برم میکنم. همه چیزا رو میگه من میزنم گل میکشم. به قرآن یه بار دیگه من خواب ببینم میکشم. فرداش خدا چیز پیرزنه میشناختی حالا؟ نه از این عجایبش بیشتر. آره مامان بزرگ یکی از بچه ها نمیدونستین گل گلو؟ گل میکشی گلم بلند مدت خواب شب خواب نمیبینی چون مغزه چته اصلا حال نداره خوابو نشون بده. آیه که نیست مایا حالا بعد اینجوریه که ترک میکنی. نمیدونم دقیقا این تیکه شیمی تیکه بیولوژی. آره بیولوژیش چیه؟ ولی اینجوریه که تموم که میکنی مثلا از همون مثلا 24 ساعت نکشی شب اول کابوس هم نمیبینی. خواب واضح عجیب میبینی. آره دقیقاً. یه چیزی من بیشتر کابوس میدیدم آجی. همین پیره زنم خودش کابوس نمیدن. نه چیز اتفاق عجیب میبینی. بعد یادت میمونه تو کل روزت اینجوری که مثلا اون توهم دیشب چه گوش شدی. آره دقیقاً. خیلی عجیبه. اینش خیلی عجیبه. اینش اذیتم میکنه. یعنی اینجوری بود که مثلا من
این چند وقتی که نمیگشم یه مثلا یه ماه اول داستان یه ماه اول داستان اینطوری بودم که میریدم تو خودم شب تا صبح. آره بابا آره همین جوری آج منم همین جوری بهرام استوری کرده فوش داده بهم خوابای رندوم من دیدم در زنگ درمونو دارن میزنن هی میرفتم نگاه میکردم هیچ کی نبود باز میومدم میخوابیدم میدم دینگ دینگ میومدم دوباره در میدم هیچ کی نبود پشمام ریخته بود من بگم نزدیک مثلا 10 سال خواب ندیده بودم 10 سال 8 سال اینا خواب ندیده بودم داره میمیزه یه اینجوری که اصلا شما الان کامنت میذارن شما گل نمیکشیدید چیشه میکشید نه چی میگم اصلا بابا گل خودش یه چیزه نکشیدن بعد یه مدت کشیدنش یه چیز دیگه است هر حالی که بهت داده رو باید پس بگیر دماغت میزنه همه یه دراگا همین آجی منم هر چی تابوان داره حالا بچه ها من تصویر صبح را خودم ساختم ولی منم هر چیزی که زدم و یه هنه زدم ازش متنفر شدم اینجوری که تو میگی نبوده منم الان نگول متنفرم آجی مثلا میگید سخت بود و اینا من با اشتیاق گذاشتم کنار هر چیزی که دیگه نزدم بولم چند وقت میزدی گل به تایمش هم ببین آخه من اینجوری نبود که هر داداش ما 6 سال روزی 10 تا پیپر هفته 3 4 آره اندازه‌اش هم شاید اندازه شما نبود من یه دوره‌ای اصلا استرس مثلا کارما رو با گلندل می‌کردم یعنی اینجوری که من مثلا فقط صبح تا ظهر سر کار بودم صبح تا بعد از ظهر سر کار بودم بعدش می‌رفتم مثلا یوتیوب و اینا سخت شدم بعضی مثلا مغزم نمی‌کشید یعنی عصبی بودم کل روز اگه نمی‌کشیدم آره میدونم بعدش دیگه کم‌کم کمتر کردم جالبه تجربه آدم زاویه آره دیده آدم من زاویه دیده معتاد من همیشه اینجوری بودم که مثلا گل یعنی چی میگن تاوان دراگای دیگر رو میبینی گل کونی بازی به نظر میرسه واسه ولی واقعا اینجوری ولی اینجوری نیست واقعا آره مثل کافئین میمونه آره آره شاید ترکش سخته کافئین کافئین ترکش خیلی سخته آها آها آره من تا 6 ماه پیش هم میگفتم کسایی که با گل زندگیشونو بگادن که اونیه ولی الان دیگه از همون گل سیگار شروع میشه دیگه من اگه گل و سیگار نمیکشیدم مثلا قرص نمیخوردم ولی واقعا قبول دارید همه چی میگن از سیگار شروع میشه واقعی هر تو میریزونه حاجی شبیه انه شد اصلا یک معتاد اولن داریم راجع به مواد تو الان آقا میبینه تا یه جایی جمع بعد میدتمون کم باشه یا راست برندینگ خب آره بذار از این داستان بگشیم بیرون خب ببینم یکیتون با یکی به مش دعوا نه مثلا دوستش دوستمه دشمنش دشمنه نه آره اینجوری آره سفت داشت رفیقای واقعی هم حتی باید اینجوری باشن به نظر آره آره منطقی اونی که کسی که نه مثلا تو کار چی تو کارم همین کار رابطه کاری اصلا مهم نیست چی منظور اینه یارو مثلا خیلی بزرگ باشه و اینا داداش آخه آره. یه چیز بهت بگم آخه داداشت دیگه یعنی یارو انقدر بزرگ از داداشت بزرگتره نه سوال تستی بود تست روانشناسی بود که من قبول شد داداش یعنی داداش من نه داداش میام خونه هم میذارن کیرشون هم نی ولی نه حاجی ما خونه هم نمیذاریم شاید جام کنم اوکی خب چیز سیگار اولین بار حسین داد دستت سیگارو نه حسام میکشید من نمیذاشتم بکشه دو سه بار اول حسام میکشید گروه من رفیقامو سیگار میکشیدن سیگارشون رو میگرفتم مینداختم اینور که نکشه با لگد مثلا فکر کنم پشتم بود سیگار اینجوری تو دستم یهو یه لگد میومد تو دستم سیگار میپرید بعد برگشتم همونو میدوید فازه شده من برعکس الان مثلا نصف دراگی که تو زندگی زدم فرشاد اولی بود داداش عجب موقعی که دراگ گذاشتی کرد داداشو من اینجوری بودم که اوکیه دیگه بعد داشتون ورزش رو شروع کرد و چیز داشتون ورزش رو شروع کرد همین فرما چیز دادم بایدی چیز دعوای چیز نکنید دو نفری با یکی دعوا کنید چرا برنامه بچه برنامه اگه مفتری نکردیم خدا وکیلی مثلا حسین با یکی دعواش میشد من وای میستادم نمیذاشتم کسی بیاد جلو تا این دوتا دعوا کنن این هکتور و آره چیز تروی چی بود جدی میگه؟ آره داداش آخه دیگه دو نفره یارو رو حسین خوش بر میمد ها بر میمد میدیدم اگه داستانی میشد دیگه چیز پارکایی که میرفتیم تو طول زمان کجا بوده؟ معلمون پارک باصفا باصفا آن تاپ آره باصفا آن تاپ باصفا میرفتیم بیشتر باصفا بودیم بچه بودیم معلمون پارک زیاد داره دیگه روز میرفتیم آره پارک روز باصفا بعد چه فازی پارکا؟ آجی هرچی شروع شد از پارکا شروع شد دیگه هرچی شروع شد از پارکا شروع شد یعنی مواد کشیدن از پارک شروع شد حتی همین رپ هم از صندلی بغل آبخوری پارکمون شروع شد
نمیدونم اول رفیقمون دارن میبینن یا نه، ولی بغل بچه معلم بغل آبخوریاجی شروع کردیم به تکست نوشتن. فردوس رفیق قدیمی داره؟ فردوس نه نداره. نداره؟ نه. اصلا کلا تنها رشته ای که توش مثلا زیاد کسی واردش نمیشه همین رپ است تو محله ما. بیشتر بچه‌ها نمیدونم چی گوش میدن. رپ گوش میدن ولی بیشتر کردی گوش میدن. به قران کرد زیاد داره فردوس؟ نه شراب تیم فیروز مثلا جایدیز مهاجر زیاد نره توش؟ نه همه تهرانی هست. ببین نمیدونم اونجوری، ولی بچه هایی که ما میدیدیم همه آره تهران بودن. با محل بغلی دعوا ندارن مثلا. محل بغلی میشه فیروز غرب دیگه. نه زیاد ما بچه بودیم پارک به پارک با هم دعوا داشتن. بزرگ شدیم دیگه همین پارک به پارک. آقا قدیم واقعا سر چشوچش دعوا میکردن. الان یکی که سر چشوچش دعوا میکنه پلش شده. ببین دعوا میکنن و هنوزم که هنوز سر چشوچش دعوا میکنن، ولی اونجوری نیستش که نه نه اونا پلش شدن. دیگه از ما گذشت دیگه. یکی از چیزهایی که تو اون تغییر کرد همین چیزه بود. نمیدونم موسری به نیما گفتم، به کی گفتم، یه دونه چیز داشتیم، یه دونه شمشیر داشتیم از بچگی دستمون بودش، تو انباری قایم می‌کردیم ننمون نبینه. الان حاجی مجسمه یه سال دو سال داریم دست مجسمه کاره. اومدم کار خورده زنگ زده لباش هنوز خون خوش شده روشه دست مجسممونه. چه فازی خون خوش شده. از کی پارکو ول کردی؟ چی شد پارکو ول کردی کلا؟ داداش ما قبلش هم میگفتیم نریم و اینا، نمیشد. یه بار مامور ریخ بگاهی شد دیگه نریم. ولی اصلا اینکه دیگه رپو شروع کردیم گفتیم خیت تازی داریم معروفشیم بشینیم تو پارک، یکی بیاد ببینت و میگه این پلش دیگه. داداش رفتیم دنبال کارمون استدیو این نه که کسایی که میشنن تو پارک پلشتن. نه خودمون اگه پلشتن ما از همه پلشتن. داداش شاید اونها مثلا یه کاری پیدا کنن دیگه نرن تو پارک. اینجوریه. نه اون بحث اینه که مثلا پیش نه پارک هر کی پرواز کنه. آره دقیقاً. آره دقیقاً. کاری نداری میریم میشینی میگی بریم حرف بزنیم با بچه‌ها. ما هم جوری بودیم دیگه پارک. آره یک ویدیو یوشو. یه خیلی عجیب به طرز عجیب. چیز پارکای تهران خیلی عجیب تر پارکای اسنره همون مکالماتی که تو پشت پارک انجام میشد. آره پارک شهرستان، پارکای شهرستان اونقدر مثلا پارک شهرستان کوچولوی ما اونقدر مثل تهران چیز نیست، پاتوق نیست. مثلا اینکه خونه ارزان‌تره بعد پاتوق معمولا مثلا دیدی که با اصلا پارکاش آره آدم آره خانواده هست اومده آره آره, آره 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 این فازی تهران من اومدم تازه فهمیدم مثلا تو پارک پاتوق کردن یعنی چی. الان دیگه مثلا 10 تا اکیپن تو هر پارک. آره آره مودم شده آخه. یعنی مثلا شما اینقدر اومدین شما هم رپران اینقدر اومدن از پارک بالا اومد شوند ترکیدن اینجوریه که مثلا امتیاز ولی هر پارک الان فکر کنم 3-4 تا رپر رو داره. چیز عجیب نیست تو بچه‌ها اونقدرم سنشون زیاد نیست. اینجوری که من از موقعی که مثلا اولین بار پارک‌های تهران دیدم تا الان فرقشون انقدر زمین تا آسمونه. الان چه فرقی کرده بود؟ جوان‌تر شدن آدمای اکیپایی که تو شهر جوان بودیم. ما جوان بودیم ولی اکیپایی که تو پارک بودن همشون سمبالا زیاد ما بودن. آره الان دیگه مثلا آدم 30 40 ساله توی پارک دیگه اونا هم یه کار پیدا کردن همشون رفتن دنبال. آره 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 ولی اون موقع انگار کار کمتر بود. نمی‌دونم چه داستانی بود. کار کمتر. خونه اولین بار کجا بود؟ اولین اولی خونه ای که گرفتم مرزداران طبقه منفی یک. خیلی اون خونه حال داداجی. اولین خونه ای بود که گرفته بودیم اصلا خیلی حال میداداجی. زیر زمین حاجی یه ساختمون بودن بعد همه موسن همه سمبول و موهای همشون سفید. یعنی یه نفر رو ندیده بودیم توی ساختمون جوون باشه. بهترین ساختمون ها. ببین یه جوری 20 نفر گل میکشیدیم تو خونه. بعد تازه در رارو رو وا میذاشیم بره بیرون. آره همین الان این سری خونهشون پیروز خونهشون بودن. بعد فکر کنم توی الان نمیام یه جای خوب خیلی خیلی خوب شهر مثلا مثلا یه مجتمع مثلا 60 واحدی دیروز یه پیرمرد اومد بالا این داستانا بعد تو خونه جوین 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 بعد یه روز حسین گفت در راه رو باز کنید بره بیرون. حالا دیروز یه پیرمرده طبقه پایینی اومد بالا گفت بس کنید صدا تبلتون مغز ما رو گایید. مگه هیئت بیس چیز میگو مگه اینجا هیئته؟ با بندگان خدا فکر رفتن آخر عمری مثلا یه جای خوب و آب و هوای خوبونه گرفتن حسام و حسین با 28 نفر بالا سرش ما کارماش بودیم تا صبح من بو گل دود خورمش. بعد صابخونمون خیلی خفنه میگه هر کار میگه هر کار میخوایید بکنید با همه بده با همه خون صابخونه میگه من دوست دارم خونم رو دادم به یه نفر اون آدم چند نفر دیگر رو میاره تو خونش سفره داری میکنه چند نفر دیگه مثلا میتونن تو خونه بمونن از خونه استفاده کنن.
نه حاجی، یادم خیلی متشخص مولتی میلیارد سه تا واحد تو همون ساختمون داره. صابخونه ها معمولا اینجوریه که میمون زیاد نداشته باشن. صابخونه هم دهنمو گاییدن هاجی، واقعا دهنمو گاییدن ها. بزرگترین موزل زندگیم شده بود صابخونم قیافه. آره صابخونه بعد تو خیلی تو مخه من اینجوری که سفت از اول داستان با سیستم مدیر ساختمونی وارد شدم و اینجوری که زندگی موجه و این داستان. آره ما هم که بیچاره. آره پسر چیز چی بیشتر چی الان خیلی حال میده بهتون؟ چی خیلی حال میده؟ ورس خوب. ورس خوبیه. ترک بدم به ترک. آره یه روز نمی نویسم واجی انگار نسخی بس میده. ترک خودتون میبندیم میفهمید این مثلا بیشتر از اون میگیره یا اون آره. قبلا شاید نمیفهمیدیم ولی خب برای بچه‌ها میخونم، مثلا برای حسین میخونم و ریاکتور رو میبینم متوجه میشم. خب بریم یه ورس جدیدی که حسام نوشته رو گوش بکنیم بعدش میگم مثلا دانلود شد. بریم صدا بیتو بازم نمیتایدم. ای Damn, what on this shit bang. هیتلرم کرم قتلم تو من هستم نخونید اترام. رفیقام کف خواب بنده چالسا میبره بتر ارا. بسم استری تنه استری میزنم دود کنیم از چیلیم. زحمت کشیدم ارسینی میشه همه جات قرمز نتفلیکس. هرچی کشیدم بسمه میشه باز شارک رو گردنه. رو مخ من نری سگ ننه یو کیر میکنم تو مصبه. بعدی خود توی تارگتم بعد جور قول شدم هاکرم. به یه ورست میارز پانچه من داشت زحمت کشیده با سرم. یه اونا پدید میشم گابریل یاد میدم داشتی خاصی بهت. چف نمیشم با عدی ها چه کولاکی کرده آج دیم. به تعریف ندارم احتیاج غرق نمیشه من کشتیان. چپ نمی کنم اس جیان یکی بادم میزنه مصری ها. پخش لا جوونام اچ پی وی نمیخوری رپی فلو استیلی. صد و گاییدم ازارم اسی بی تا تو به خودت بیای ترکیدی. با جوینت کام بگید من رپ جنگم پور بام پول و پلس. ای تهران و کرم الی ای شده قلم رب منشه گرفته از تهران. تو با بکست ما رو دیدی اکس بنداز. کلت میشه داشت مثل ابسن باز میره یه تو سراخت مثل بسکتبال. شما کنید نگیر فاز گنگسر با شدم در سبرت برم سنا. سگه نگیر میکنه سر ترشش بار صرف بیستوی کچرم هندلاش. ای بوم اسم این که تاچ هنو چیز نکنه هنو اسم نره تاچ دیم تویی تاچ دیم جفته مونی هاچ دیم که امورزا صد در صد چیز هاچ دیم تویی چیز بابا گوش میده ترکارو چیز همه عشق میکنه هاچی هی به من میگه چی بخونی سمبولو هم گوش کنن تحت تاثیر قرار بگیرن. من ترک آخرم رو دادم حاکم ها آره دیروز بهش زنگ زدم گفتم آره موزیک ویدیو رو دیدی چجوری بود و اینا خونه خودم گفت آره گفت آره باحال و اینا فقط اینجاشو مثلا نباید میگفتی و اینا. بعد یه ذره واسه محتوا دوست داره میگه کارا رو محتوا باشه معنی نخونید سورنا اینا پلی کنیم واسش رضا پیشرو عاشق پیشرو میشه واقعا ریتمشو میفهمم بغلش میشینم تو ماشین میذارم اینجوری اینجوری بابای ما فقط ابراهیم فاطمی خود من خود نه بابا که دوست داره بابا موزیک گوش میده خودش ترکی بیشتر گوش میده یعنی میگه راحت اسم مالا گوش میده. نه بابا فرشاد داداش کجام خب کجا بودیم حساب تو پولش چیکار میکنه پولو در میاد دیگه داداش در میاد کف خیابون درآمد از چیه بیشتر یعنی کلا یعنی اینجوری که تو طول زمان درآمد جدا از اون تیکایی که نباید بگی چه جوری بیشتر این راه درآمدی چیه ببین از همون اولم من شروع کرده بودم ارز دیجیتالو داشتم یاد میگرفتم میدونم چه جوری بود ای تو پولا میریدم ای لیکوید میشدم حسام لیکوید تقریبا فکر کنم یه 7 8 سالی بشه دروغ نگم 7 8 سال آره 7 8 سال حاجی داشتم میخوندم مثلا ببینم چی و اینا هینش کارم میکردم ولی الان یه 2 سال خیلی جدی شده چند ماه خیلی جدی تر یه دونه کانال کریپتو زدم بعد سیگنال رایگان میذارم اونجا ملت میان با سیگنال ترید میزنن دعامون میکنن و کلا تو ایران کریپتو خیلی رفت نه این ملت خیلی به عنوان سرمایه‌گذاری نگاه میکنن به عنوان بازی نگاه میکنن داداش 100% تو ایران کسی نیست پولو به چش بازی ببینه هستن ها خیلی زیادن ولی حداقل دور و بر ما نیست اگه اصلی داجی پی ام دور و بریای من جوریان که حاجی واسه پول زحمت کشیدن قدر پولو میدونن من اصلا خودم با کسی که حاجی قدر پولو نمیدونه حال نمیکنه من خودم با زحمت آره. دارم پولو در میارم کسی که میبینم حاجی با پولت یکی دیگه داره پوز میده اینا میگم سیکتیر بابا اصلا حال نمیکنم باشه ولی پول مفت بازم با خوش بگذره خیلی چه خیلی رو یه پول مفت نمیرسه شما تو فامیلتون مثلا فامیل نه خط خونی کسی ندارید که مثلا
خط به خط پول دارو شده شریکه پولشو کشیده بالا بعد ما دایم مال همه رو برده دایم مال همه رو برده نه بگو نه برده دیگه دایم هر جاستی پرچمت بالا دایم هر جاستی نوشه جونه چرا راست راست میگه شاخ داستانه چی؟ نه دیگه پول داره ما هم یه دونه اینجوری حتی پول اونو بالا نکشید ارزون فروخت ببین واسه ما بالا نکشید زوری گرفت آها همون بدید مال منه تو همه خانواده ها یه دونه هست آره تو خانواده ها یه نفر برده گنده رو میکنه دیگه خیلی عجیبه چیزه معمولا اینجوریه که ما هم تبدیل میشیم به اون فکر کنم نه ببین گنده رو میکنه پولی بمونه اون میذارم بابا از ما بر میومد داداش آخه به سر خاله به سرم ما طرفی دیگه چی آره میگم اون اول زهر زدن تو گوش شما بریم بالا سر داستان ما همون بابا بزرگات میگه آجی فرو نره تو همون کارو میکنی انجام ما همون بابا بزرگایی هستیم که زمینا رو آره فاز زرنگی داریم آره دقیقاً واقعا چی میگم مثلا این کاره نیستیم خلاصه آره این کاره بودیم اینجا نبودیم چیز تاپ 5 بگو کیا رو حال میکنی الان ایرانی غیر ایرانی فعلا بگو غیر ایرانی آخه کارتی رو من میدونم خیلی کارتی کسولشم منم میدونم تو مدرم کندریک دیگه کی زیاد خارجی گوش نمیدیم چی گوش میدیم کلن کردی رامین تجنگی نه همه چی گوش میدیم خوده او داره که حسن بابا با چیز گوش دادی تجنگی بود رامین تجنگی بداره گوش دادی نه اومده آنریلیز فکر کنم اومده گوش دادی ولی دیدم اومده خوشحال شدم نه من گوش ندادم ندیدم اگه میدیدم جاری گوش میدادم تاپ 5 حاجی اونجوری تعصبی نیستم من رو کسی وقتی خودم دارم مینویسم داداشم آره دیگه داداشم پلی بوی کارتی داداشم حسام داداشم کندریک داداشم دیگه کیو بگم آخه همین آجی دیگه زیاد اونجوری گوش نمیدم چند ساعت موزیک کار میکنی؟ روزی چند ساعت موزیک کار میکنم ببین کلن تو فکر موزیکم مثلا یه ساعتشو کار میکنم یه ساعت کار نمیکنم روزی کارم نکنیم زمین سازیشو تو ذهنم ساعتی نیستش که اصلا جدا از هدف رپ مثلا تو استدیو نشستم بیت پلی دارم جواب کسایی که با سیگنال میزنن رو میدم همون یه دونه رو به دیوار تموم حسام تو چی تو برنامه جوری کی بهترین ورساتو مینویسی من از صبح که قبلا صبح بود اخا پا میشدم تا از خونه خودمون برم تا خونه حسین بیتو پلی میکردم مینوشتم بعد الان ولی بعد از ظهر به شب داره میره دیگه بیتو پلی میکنم الانم که نمیکشم یه ورس رو فکر کنم تو نیم ساعت بزنم سریعتر شده خیلی خیلی حضور زنه دو شهر تو بهترین ورس رو که مینویسی حسین سوالی میکنی روش نکن دیگه سوال عادی سوال غذا کی میخوری بهترین ورسا رو زمانی که آدم خوبه مینویسه توپ حالا چه سر چی کار میکنید که مثلا توپ میشید نه ازش بخونید منظورم مثلا کار همه کار کردیم آخه اگه قبلا یادمون بیاد از کردهایی که قبلا کردیم بزمون زمرایی کنه حافظ اجازه بده چیز اسمش چیه همه کار کردیم با گل رابطه چیه یه توپ بزمون تغییر کرد گل تغییر نکرد چی شده با گل میگم تو طول زمان چه جوری بودی باش چون تو هم قدیمی کار رو داستانی عجیب داداشم هیچ موقعی چیز نشد ببین یه چی بگم همه که نه یعنی 90% تو دوران مصرف گلشون یه کویت داشتن 7 سال کویت دارم مثل سگ میکشم من اون موقع که میکشیدم هم 8 ماه ترک کردم تازه آجی ولی یه چی بگم خدایی تبلیغ نباشه نکشید کسخولی دیگه بکشید ما یه ساعت نشستیم آجی داریم میگیم نکشید ولی اگه برمیگشتم عقب بازم میکشیدم گل منو خدایی عوض کرد واقعا گل منو عوض کرد همه چیمون لباس پوشیدنمو گل عوض کرد ببین یعنی اصلا میگن یارو سوبره به نظرم درست حاجی حاجی من از من از همشون سوبرتر بودم نکشی چی میشه مثلا الان اگه نکشم هیچی الان مسیرمو پیدا کردم طرز فکرم دیگه اوکی شده میدونم باید به چی فکر کنم به چی فکر نکنم ولی اون موقع باید میکشیدم انگار یه چیزی بوده که من میفهم چی میگی کاملا دارم فکر میکنم دلیلش نمیتونه گوله باشه دلیلش نه اینجوریه که آخه منم اینجوری بودم کامیونیتیه اینجوری من درکی که خودم دارم از داستان کامیونیتیه اینجوریه که مثلا تو وارد یعنی اون نقطه مشترک که با آدم های مختلف داری دور هم جمعت میکنه دیگه
و مثلا شروع میکنی مثلا چه میدونم مثلا دور آتیش سرخوسا مثلا میگشن دور آتیش میدونم چی میگی. مثلا کسایی که گل میکشن دیدی شوخیشون با هم فرق داره؟ شوخی چی شده؟ نور افکن جلوی اون به 7 سال گل کشیدن 4 بار گل نکشیدن ولی خدایی کشیدنش اشتباهه، جدی دارم میگم، با اینکه دوست دارم ولی خب چیزای اعتیادآور چیزایی هن که آدم دوست داره دیگه. ولی داشت من حاضرم خدایی همینجوری باشم ولی وقتی اینجوری حالم بگم ولی خودم میدونم حالم خوبه مرد. ولی خب وقتی اینجوری حالش خوبه کسخل مگه بیاد مثلا من فقط وقتی گل میکشه حالش خوب باشه؟ حالش خوبه دیگه آقا، حالم خوبه دیگه. چیزی بدتر این دوره زندگی که بود؟ تا اینکه قرص میخوردم. تا اینکه قرص میخوردی؟ به خاطر قرصه بود؟ اینکه قرصه واسه یه چیز بود؟ ببین من کلا اصلا چرا قرص خوردم، من آدم استرسی بودم، قرص آرومم میکرد دیگه، به چیزی فکر نمیکردم، استرس نداشتم، سر همین اصلا افتادم تو قرص. ولی الانم دارم میگم، بازم دارم میگم، بدترین تایم زندگی من اون قرصه بود، از همه چی از عقبم انداخت. کوی دادی استرس برنگش؟ چرا، ولی الان دیگه باش کنار میام، میگم دیگه به خاطر یه هدفی گذاشتم کنار دیگه. قرص بخورم نه با گل بدتر میکنم. میدونی من خودم رو چجوری سرزنش میکنم؟ میگم قرص بخوری این ترکا رو میدی، قرص نخوری این ترکا رو میدی. اینجوری میگم دوست داری ترک خوب بدی نخور. قرصالم مگه ترک خوب نخور؟ خطکش خوبیه. آره آره یه محرک همینجوریه تقریبا. من داشتم بهت میگفتم گفتم یه هفته باش کنم رفتم فلان. آره. اینجوری به خودم هی هر سری تلنگر میذارم، میگم آقا یه هفته میخوای اشغال کنی اوکی، ولی مثلا میری باشگاه سگ کتک میخوری. اگه میخوای کتک نخوری برو. حساب تو وقت این دوره زندگی کی بود؟ من داداش همین تازگی ها که ترک کردم دیگه، پنیک اتک هم باش گرفتم، آجی ضربان قلب شدید ترک کردم، یه ضربان میگرفت. چقدر میگشید؟ خیلی داشت روزی 10 تا پیپر. خیلی میکشید داره. با حسام حسین اصلا میگم من تو اوتینی اصلا آدمای هم دوره ما مثلا اینطوری نمیگشیدن اصلا. آره من یادم میاد داره میبینه داداش. شرمنده شرمنده کشمون اینقدر نمیگشید. شرم میگشید ما به اون نمیگفت، ولی آره اینجوری نبود اصلا. آخه آخه برای ما یه جور بود که همیشه رومیز انقدر بود میدونی همیشه بود میتونه نه اون میدونه من تر کردم همه چی رو براش تعریف کردم. همه چی رو بابا قضا از اول میرفتی و قضا کرم مورد علاقتون چیه؟ لازانیا مورد علاقه لازانیا پشت من سوالم قضا شد کرم میکنم همه چی میخورم. آشپزی خوبه؟ نه نه؟ تو هم آشپزی هیچ وقت نکردی؟ تنها زندگی کردی؟ هر سری برنج میذارم یا شور میشه یا بینمک کاره شده. چقدر که دوست دختر آشپزیش مهم باشه مهم باشه خوب باشه مهم باشه مهم نیست؟ اصلا خیلی مهم واقعا اصلا اینجوری که من با جدی دارم خانه دارم باشه آره داره باشه ببین دستپختش هم خوبه خدای غذا بلده درست کنه ولی کار نمیزنه چیز من خیلی آره من اینجوری میگم دیگه دروغ نه بابا چلو دروغ به من برنج میذارم بیا ببین یاد گرفتم تو تنها پلو پزم نمیتونم برنج بذارم من خورش بامیه درست کردم اون سری رو دیدم این دفعه درست کردم منم خورش بامیه باحال خوشایند نخوردم آخر سر تو دوست داری بامیه اگه دوست داشته باشی حال نمیدونی آره تو بادمجون اگه دوست داری بادمجون دوست دارم بامیه هم دوست دارم 5 سال دیگه دوست داری چجوری باشه 5 سال دیگه هم تو من دوست دارم ایران بمونی آره داداش ببین حاجی من همیشه به این فکر کردم همه این رپرا حالا رپرا نه همه این آرتیستایی که می‌بینی الان اونورن 99 درصدشون یه فیلم ازشون هستش باشه واسه چند سال پیش که میگن آینده تو چه جوری می‌بینی اینجا می‌خوای بمونی یا می‌خوای بری داداش همشون میگن نه می‌خوام بمونم کسولم ولی همشون میره ولی حاجی من واقعا دوست ندارم برم یعنی یه روز از تهران بیرون باشم دیوونه میشم انگار 200 کیلو وزنه رو سینما آجی چرا اینجوریه؟ من هم اینجوریه هم نیما هم اینجوریه تو هم بجور اینجوریه من هم باید فقط همیشه نیم به خودم چی میگم خدا اون روز رو نیاره که بخوام به هر دلیلی بلنشم از اینجا برم دیگه تو اصلا بگو کس خار پول و مایه و آرامش و سلامتی رو داری من آردادی افسردگی نبود مثلا اینجا تو خاک خود بیرون آره آدم همزبون خودت است مثلا یه رو هر گویی هم باشه همزبون آره یعنی همونجا بزرگ شده هم فازی آره هم خوش مادر میداد از که رد میشه ولی آره چیزه خب 5 سال دیگه چه جوری میبینی تو ایران 5 سال دیگه اگه با همین هدفی که الان دارم بخوام پیش برم 5 سال دیگه ایشالله موقعی که آجی دیگه به جواب کارهایی که الان دارم میکنم رسیدم یا زندگیه ببین
یه زندگی آروم دلم میخواد، چون از بچگی تا همین الان که اینجا وایسادم حاجی همش هیجان داره زندگیم. بالا پایین زیاد، بالا پایین خیلی داره. دوست دارم حاجی دیگه حداقل 5 سال دیگه هم این داستانو تمام شده باشه، کلمون به سنگ خورده باشه. مثلا دیگه میشه مثلا 30 ساله. آره میشه، آره میشه 30 سالم. کم کم دیگه واقعا آروم میشه. دوست دارم اصلا راجع به اینکه دورم خلوت باشه یا شلوغ باشه حرف نمیزنم، و دوست دارم کسایی دورم باشن که حاجی به دردم خوردن این 5 سال ثبات کردن. حساب تو چیه؟ منم حاجی همین. دوست دارم هر جا باشم، هر روز دوستم یه گوشت بکنم. نهاجی هر جا باشم دوست دارم فقط این حاله خوب باشه. دیداش واقعا میگن بعضی وقتا چی میگن یاد میگن پول حال خوبی نمیاره، یه ضرب المثل چیه؟ آره پول بیشتر مشکل بیشتر. آره دوست دارم حاجی واقعا هر جور بودم بودم ولی حالم خوب باشه حاجی. اصلا اینجوری که این طرز فکری که تو داری داشت میره سمت هدونیستی، زن کس زیاد مواد زیاد و فلان. نه آجی من تو این سن داداش همین الان که سنم هم زیاد نیست مواد رو گذاشتم کنار، 6 سال دادم الان گذاشتم کنار. حساب خیلی بزرگتر از سنشه. با چه چیزی با چه مثلا تنبیهی خودتو مواد رو میذاری کنار؟ با چه طرز فکری مثلا خودتو تنبیه میکنی؟ نه حاجی دیدم دیگه نمیکشم، مغزم نمیکشه حاجی. مثلا وسوسه دیدم... میشی چجوری نمیزنی؟ نمیشم حاجی اساسا، نمیشم چون همین میگم ترکرم استرس رو گرفتم الان میگم بکشی استرس دوباره میگیرم. الان حالا داداش الان میگم آره میم میشه دوباره بابا دفعه پیش نیدی مگه چی چه بلای سرم بود. الان که نمیکشم خیلی حاجی، صبح خواب بیدار میشم شبم که میخوام بخوابم بکشیم. بعد تاثیر گذاشت، تاثیرشو میبینی تو زندگی؟ خیلی حاجی، صدای ذهنت کلا خاموش میشه. جدی انرژی منفی اصلا دیگه نمیاد سراغ. چند دقیقه مدیتیشن میکنی؟ 10 دقیقه. 10 دقیقه خیلیه داداش. مدیتیشن یعنی اینکه به هیچ چی فکر نکنی. هر فکری اومد بگی اولی دومی سومی همینجوری خاموشش کنی. به نفست گوش کنی. من تا میشینم همینجوری میاد. یادتون روز این اینو گفت، یادتون روز این اینجوری شد و اینا. سعی میکنم هی خاموشش کنم. هم 5 دقیقه 10 دقیقه. یه دونه مدیتیشن من یاد گرفته بودم، خواهی انجامش دارم. میگفت بشین میخوای دست مثلا اینجا میخارم حتما نه بعد بخارونی اصلا تکون میگم فقط با مشاهده گر باشی، تسلیم مشاهده گر. میگن دوپامین میگن تو شاد. مدیتیشنش چجوری؟ من مدیتیشن نمیکنم کلا، در حال مدیتیشن کردم. تو کلا چیزه یعنی اون مسیر چی میگن خودشناسی حسام اونقدر پیش نرفتی؟ خیلی ADHD همیشه مثل یه کوک برنج جا نشستم و هیچ حرفم. بچگی اینجوری بودم. از بچگی آروم بودی؟ بچگی آروم بودم ولی الان یه دو سه ساله یه ذره بچگی بهش میگفتیم حسین بیا کارو حال نداره بیا بریم پارک پایین خونه بود میگم بیا بریم اونجا حال نداره. کتونی چسبی می‌پوشیدی بچگی؟ حال بند نداره. کتونی مورد علاقتون چیه؟ ورشد نگاه منتظره بگی بالنسیا. عاشق آف وایتم. عاشق آف فایت؟ ای فورس آف فایت؟ چی؟ ای فورس آف فایت؟ نه ای فورس هم کجم آف فایت؟ چیز داره اسم مدلش هم چی بود؟ ای جورد بزرم سرش کنم واسه تو میارم. نه من مدلش رو نفسستم. خب من بالنسیا بگرم. بالنسیا کدومش؟ تنکسل؟ نه رانینگش. رانینگش؟ آره ماله نه واقعا رانینگش باله. چیز رو جایدن؟ همونی که پات بود تو چی؟ خیلی بمبه. منم اسمش رو نمیدونم ولی خیلی بمبه. اسمش نمیدونم چیه ولی خیلی دوست. بیپ هم حاجی خیلی دوست دارم. بیپ هم. بیپ جدید مدل جدید اصلا. بیپ یه مدل جدید داره با کدوم؟ شبیه A6 است. A6 میگن. بیپ میگن چی میگن؟ بیپ. تو پوما سوئد هم یادمه توی که ترکات میگفتی من پوما سوئد خیلی دوست دارم. پوما خیلی میپوشیدم. دو سال سه سال دیگه نمیپوشیدم. سری اول دیدیمت پوما کاموش بود. آره. اون موقع اومدم آره دقیقاً پوما سفید بود. اصلا توی یکی از ترکا من میگم. آره پوما پوما جای جردن. من اون ایدئولوژی هستم بابا. چقدر خفنه. چه کسیه. نایکی ازش شکایت کرد دیگه این مدل رو نمیتونه بزنه. پشما. نمیتونه بزنه. آره. 10 میلیون یورو پولش گرفت. اینو دیگه نمیتونه. پشما. تازه ایران پر شده. آره تازه بگیر شده. اینو الان داره میزنه جاش. خیلی خوشگله. شارک سایز بشه. مندوناش. آره آره. چند؟ 400. 400 یورو؟ دلار یا یورو؟ یورو. چقدر گرونه؟ 28 30 میلیونه.
من فکر میکنم ارزون تر باشه. فیکش هست. فرقی میکنه. فیکش فرقی. نه فیکش. دو تومن. فیکش که بیدی با اصلش تشخیص نمیتونی بدی. همه دارم میپوشم. من عاشق بیپ هم. الان چرا نگفتم بیپ؟ چون میترسم آجی دو میترسم چیه؟ مطمئنم سه چهار ماه دیگه بیپ همین. بیپ همین. آره. آره. ایران ماشاءالله خوب کتونی خزم. ایران فکر نه کتونی خزم. اگه اینجوری که زن سه تا عمده وارد کننده است مثلا اونا گنده میارن. کارگاه تو چین پیدا میکنن. با ریک اوونز با یه سرعتی اومده تو ایران اصلا من پشمام ریخته. اصلا قبل اینکه بشناسمش خاص شد. من داشتم از تو میشینم که این کتونی مثلا خاص شد. خاص شد. مثلا چی؟ چیز. بعد کجا بودیم؟ بچه بودین چی گوش میدادین؟ به جز رضا پیشو میدونین؟ هیچ کس رضا پیشو شاهین نجفی؟ جدی؟ چقدر جدی؟ چیز بده بابا چیز اونی که میگفت سلام منو برسون به قبر مادر بود موقع رپر بودنش یه موقع که ایران بود داره این دیگه بعدش شده من شهیده بودم یکی بود لخ شده تو کنسرتش اینا میگفتم آجی این دیوونه از چه اینجوری میکنه من قبل از تو گوش میدادم شاهین من اون زمان چیز و اینا رو گوش دیوم من گوش میدادم آجی دیو خیلی خوب فرشان دیو دوست داشت فکر دیو اونقدر نمیدونه با علی اوج داره من بالا سر تمزیر منی بالا سر تمزیر منی آها واسه من اصلا گفتی پیدا کردم من اونو نشیده بودم من اولین ترکش یادم حفظ کردم آجی نمیدونم چرا سیستمو روشن کردم کامپیوتر رو از مدرسه اومدم گفتم من این ترکو باید حفظ کنم بچونه مادرم 45 بار گذاشتم زدم از اول هی میخونم من ترکای پیشرو فستاشو مینوشتم که بتونم باهاش بخونم خیلی حال میداد بعد تاثیرم گذاشتم الان داشت فست میخونم اصلا سر همون سر همونه داشت خیلی ها نمیتونن آخه فست بخونم واقعی موزیک ویدیو اول تو چی بود اولین موزیک ویدیو همون فکرم تهران بود اسمش نه قبل تهران یه دونه دیگه گرفته بودم ترکرم همون موقع پاک کردم آها زد و بند تنهایی زد و بند تو پارکمونم گرفتیم آجی کل بچه محلامون بودن داری ویدیو رو؟ آره کل بچه محلامون بودن آجی همه سیاه پوشیده بودن به جون مادرم اوکی یه دیگه بزن تو بردم آره بابا آجی خیلی گنگه دنبالم میگردن تو کف شهر و کل محل آجیر کلم پشتم نیستش هستم تخمه چپم نداشته باشین کاری به کار من کلت پرم دستشون به ما نرسیده رومون نقطه زدم اون موقع برداشتم نمیدونم چرا اگه برمیگشتم شاید بر نمیداشتم چون ویدیوش واقعا ریل خار مادر با گوشی گرفته بودیم کار بچهای خودمون با گوشی گرفته بودیم دادم یه بنده خدایی هم ادیت زد همه بچه‌م علامو ریختیم بعد پشت صحنه ها دارم دومی زد اولی نوکیا بود دومی زد من آره بابا حساب تو اولین ویدیو تون بود برای من والت دیزنی بود والت دیزنی من اونم برات میفرستمش اونم ندیدم من برشی آره برشو ای با این دو تا تیکر رو بدید بذار گناکارم تا تو دستام سینر ما بودیم تو این بازی هر بار وینر قافیام صاف و صوف مس جوینت هم دیگه تیم باشه نیازی نی اسکورچ اولین بار جلو دوربین رفتین چجوری بودی اکتتون چون انقدر دیده بودم اینو اونو دیگه میدونستم باید چیکار کنم حسین چی آجی من قبل از اینکه برم جلو دوربین شب قبلش تا صبح کارایی که میخواستم جلو دوربین سر هر کلمه بکنم و تمرین میکردم نه اینکه مثلا بلنشم دست و قلمو تکون بدم و تو ذهنم میگفتم آره اینجاش اینجوری کن اونجوری کن یه ساعت قبل موزیک ویدیو ترکو میذاشتم همه اون کارا رو میکردم الان هم اینجوری هم شب قبل موزیک ویدیو تا صبح دارم به ویدیو میکردم من سر مسابقه ها اینجوری میکردم یه بیت میذاشتم تو ذهنم تمرین میکردم شما که اصلا خیلی رندم شد بیتی که میخواستی روش برقصی هم نمیدونستی حتی خیلی این ایده احمقانه مثل فری استایل کرد مثل چیز میمونه یه بیت بزنم بگن روش فری آره آره سخته خوده ما ورس ما اینجوریم که ورس آماده داریم ولی ورس رو باید چفت کنی رو ها فهمیدم ما اونجوری فریستایل کردن بداهه رو چجوری بودین هیچ وقت تو سوراخش نیافتادین میتینگ گفتین اولین باری که ببین داشت برای من چیز شد همون کنسرته بود دیگه اونجا دیگه کلا ترسم بود من اولین جمع اولین کنسرتی که گذاشته بودیم داستان اونو تعریف کنین اصلا اون بعد اون قبل از این آره اون سیاست تهران گذاشتیم توی سالن اونجا دیگه کلا 40 نفری گذاشتیم ببین من اصلا قبل از این که برم اونجا میتینگ رپی هم تا حالا نرفته بودم تو پارکم همه پارکارم میرفتم و میگفتم میتینگ نمیرفتم و حال نمیکردم نمیدونم چرا اولین جایی که دیدم یه جمع رپی وایستادن همه رپ گوش میدن حاجی فکر کن پرده یه بک استیج وا شد رفتم ببین ولی اونجایی که میخونی همه باید میخونن دیگه درست میریزه بعد حالا یه چیز عجیب تر بگم من قبل اون بود نه بعد اون اینو فکر کن رفتیم تموم شد بعدش امین واسه کنسرت ترکیهش داشتش میرفت منم باهاش بودم من رفتم فکر کن دومین جمعی که دیدم ترکیه 500 نفر آدم وایستاده بودن جلومون همه داشتن میگفتن پیش رو اون تجربه بدی بود نه اون خیلی تجربه نه انقدر خوشحال بودم کیرم هم نبود
چیز 50 کی سان کلود داری الان؟ آره 50 خورده. آره 47 48. فکر کنم مثلا یه جوری بود میتونستی سالون 10000 نفره کنسرت بذاری. 10000 تا از 40 تا 40000 تات میومد. فکر کنم 3 تا اجرا تو تهران گذاشتیم، 2 تا اجرا تو تهران گذاشتیم. همین یه ماه و نیم 2 ماه پیش تو کانال تلگرام هم فقط یه دونه زدم تهران ویرگول کنسرت. استوری بتونی بذاری خیلی بیشتر از این حرف. آره نمیشه. کانال تلگرام هم گذاشتم تهران ویرگول کنسرت، فردا صبح ساعت 10 صبح زنگ زد. سریای قبل زنگ زده بود جواب نمیدادم، این سری زنگ زد اشتباه کردم جواب دادم. گفت کجایی؟ گفتم داشت تو که بهتر میدونی من کجا. بعد تهران بیرون نرو، صبحش رفتم شمال پی ام ام و کانال برداشتم. ولی یکی داشت ایسکان میکرد جی. میذارم. ولی فکر کنم آره یکی داشت ایسکان میکرد. مامان بابام نمیذارم و اینا نمیذاشتن. نه کار خوبی کردی. آره ریسک بعد نمیدونم حزه فایده به نظر نمیارزه. بیا خواستم اشغال کنیم خودمون یا برنامه بچینیم. چیز خوب. برنامه مثلا آلبوم چه جوریه؟ آلبوم بعدی چه جوریه؟ کلا آلبوم دادن چه جوریه؟ این نظمی که واسه آلبوم ببین تا الان دو تا آلبوم دارم دادم. نظمش اینجوری بوده که یکیش تو هر سال یه دونه آلبوم دادم دیگه. یه دونه یه دونه هم کانابیس، اسم جفتشون هم همون گل خودمون میشد دیگه. آره. آلبوم سومی هاجی خیلی میخوام با همه اینا فرق داشته باشه. میدونم که لفظ گله ولی اسم نژاد یا اینکه چی؟ ببین نه اسم نژاد نیست، چجوری بهت بگم میخوان یه چیز زبون مطربی شه. تهران سران زیاد میشده اینجوری حرف میزدن. من لفظو الان فرشاد فو مثلا فرشاد گله. خب به برنامه آلبوم بعدی چجوریه؟ حاجی آلبوم بعدی میخوام بزرگترین جامپ کریرم آلبوم بعدیم باشه. آلبوم بعدیت باشه؟ آره. نزدیکه اینکه میخوایم فاصله بندازی بیشتر؟ نه نمیخوام فاصله بندازم، میخوام سریع هم بدم، ولی فعلا برنامه خاصی واسه آلبوم ندارم. فعلا با همین سینگل سینگل دادن و میخوام اشتباهی که قبل اوله کردم و جبران کنم فعلا. تا یه جایی جبران شد دیگه با آلبوم میام. خوبم داره پیش میره، هم پولاپ به نظرم خیلی بوم بود. ببین از ای که اولین ترک بعد اولگه اصلا کلا برنامه رو عوض کردم دیگه، گفتم یه جور دیگه کلا کار کنم. با سینا چجوری چف شدی؟ سینا کیه؟ بیگ دلی. آره سینا بیگ دلی تو استدیوی امینتیجای اولین بار دیدمش. یه بار دیدیمش خیلی با هم حال کردیم و دیگه از اون کل کارا با خودش شد. اولین کاری که اومد بیرون از مشترک برای تو بود بگم با سینا؟ نه کارکس که بود با کارکس. فیت منو امین بود ترک تی سینا گرفته بود. بعدش من کارکس رو سری شات رو. آها 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 یادم اومد. یه تا گردن تو زده. آره ریشتی بینارم زده. اوه چیم کارو کردی دارش حاجی شیش میزدم دیگه. واسه همی میگم قرصم خواهی دیگه. یه هو از الان 25 ساله شد از الان. فقط مامانم میگفت خوب شدی. گردم پلوم شیشتی. خوشحال دارین؟ خوشحال ترین زمان هم. نه آره خوشحال ترین. همین اون چیه ریشام در نه خوشحالی چی میگم بهترین روز بعد از ریلیز یه موزیک. بعد ریلیز کدوم موزیک خیلی خوشحال بودی؟ بعد ریلیز آلبوم هاجی بیشترین خوشحالی ریلیزم سر آلبومم. آره اولک خیلی هاجی به مال خیلی به مال داد. بیشترین فیدبکی که کلا تو طول کریرم گرفتم سر آلبوم بود. با اینکه الان برمیگشتم شاید تعداد ترکان نصف میشد، همون نصفم خیلی ادیت میخورد. 70% 80%شون ادیت میخورد. شما فکر کن بعد آلبوم از ترک ای تا این حاکم آخریه که من دادم به جای اولگ این میومد. آها منظورم اینه، هدفم از آلبوم اینه. 180 درجه اضافه. چیز احسان تو بهترین لحظه چی بود؟ موقع ترک دادن همون آره. کرکس بود برای من. واسه کرکس بود. کرکس آره. خیلی لجن. چون قبل کرکس همچین چی نبود دیگه. کرکس رو دادم همه فهمیدن چه خبره. اونی که تو خونه جمع بودین همون کرکس بود؟ آره آره تو آره. راه رو بودن. چون من از کرکس چیزو یادم فقط اون زعفرانی شاته که داشت گوشت می‌خورد و آره شاد کرکس کلا اولین بار بود که حسام مثلا صورتش اونقدر بولد اومد روی داستان و مثلا میگم بعد صورت چیزی هم داره، شناسی هم داره، یعنی اینجوری ببینی یادت نمیره میگم آره نه چیز چی بگم غلط مثلا با کوروش چجوری کانکت شدی؟ کوروش فالوش داشتم یه دفعه دیدم بک داد به موینا، بعد بهش گفت بهش پی ام دادم گفتم داداش یه کار ببندیم و اینا. گفت بفرست اگه چیزی داری فرستادم. گفت خیلی بمبه بریم براش و اینا. هم از درخشو مسترستاده بودی؟ آره درخشو براش فرستادم. فیت چیزه چیه؟ آرمانی همچنان پیش رو آره باشی
کوروش اگه بشه که عالیه، ولی خب من فیت آرمانی کوروش وانتون کوروش راحت‌تر بشه تا رضا پیشو. آره رضا پیشو، رضا پیشو من مطمئنم ترکای حسامو گوش کنه حال میکنه، اصلا آره. یه شکی ندارم توی ذهنم. من با منیجرش هم صحبت کردم برای فیت، گفت اتفاقا حالم میکنه، خودم هم خیلی حال میکنم و اینا، ولی دیگه نشد باش ببندم ان شاء الله وقت زیاد. خب حسین تو چی؟ من چی؟ رضا آرتیست مورد علاقت واسه اینکه یه همکاری کلاب باشه. من دیوونه کوروشم. کوروش دوست داری؟ من کوروش آرتا دارم میشم، نمیدونم چرا. آرتا خیلی عجیب داره. اصلا خیلی حاجی. خیلی آرتیست شده. خیلی حاجی. آرتیست تری در واقع آرتیست. کوروش تو موقع کوروش چه دوره ای؟ ایران بود میشناختی؟ آره حاجی. آره من چون اون فدای سرت تهران نبودم اون وقت. آره ها اون دوره مثلا میشناختمش، نه اینکه ببینمش، اونجوری نبودم که ببینم. آره غرب بودیم. آره آره مرد دبیرستان کوروش، همون دبیرستانی بود که ما میرفتیم. جدی چند تا ازت بزرگتره؟ کوروش فکر کنم 2 سال یا 3 سال. کوروش فکر کنم 75 یا 76 بعد باشه دیگه. حدسم اینه من. آره فکر کنم 75 فکر کنم. 2-3 سال فکر کنم اختلاف داریم. ببین رضا پیشو که علامه شهرانی کجاست؟ شهرک غرب. خوبه دبیرستانش؟ از چه روز؟ یعنی که چی بینا؟ لیول خیلی خیلی وقتی ما اومدیم بیرون خوب شد. چی ها زدیم؟ یه مش نخاله هایچی لکه مکه های آره بابا هرچی لکه الان تو ایران میبینی از اونجا در اومده. خب اگه با کوروش رضا پیشرو من با کی؟ تو دوست داری مثلا حسین و آها با هم دیگه که آلبوم میانی؟ راست میگی یه ای پی آلبوم میخواییم ببندیم ما هم دیگه، ولی گفتم اول من یه آلبوم بدم بعد یه دونه مشترک دوتایی با هم یه آلبوم بدیم. اول برنامه همون بودیش که آخر امسال یه دونه ای پی دو نفره بدیم، بعد گفتیم اول حسام تو سال جدید یه دونه آلبوم بده. من تابستون انشالله آلبوم هم بدم. ترک بازم کلان تور نمیبندین؟ بازم کلان رو یادتونه؟ آره. یا آره یا مثلا دیاکو و فلاکت هم یه ترک دارن. خیلی قدیمیه بچه‌ها. دیاکو و فلاکت رو گوش نمیدن. آره من نشم من مثل موشم پس گوش پنیر عقل توی کله بود از توش پنیر. اون دوره که سفت داشتن رو پنیر کشیدن میدن. خیلی فلکسش بگم پنیر کشیدن بود. بگم وضعیت کجاست. چیز بود. مثلا موضوع این که میگم همچین ترکی موضوعش این بود که دو نفر زاویه دیدشون نسبت به یه اتفاق. بازم کلان اینجوری بود که تو کوچه وایسادن پلیس داره میریزه، زاویه دیده هیچ کس رو پیش روه. اون فلاکت و دیاکو هم مثلا یه شب دارن با هم پنیر میزنن، فلاکت هوله میخواد همه رو بزنه، دیاکو میگه بابا ولش کن اوکی زیاد داریم انقدر تونتون نکش. فلاکت حاجی من این هفته فکر کنم مثلا اولین بار جدی اصلا نظام آباد و مثلا 20 دقیقه توش دور زدم. فهمیدی پیش رو چی میگه؟ باره تازه فهمیدم برنامه چی بود. من میگم مثلا نظام آباد مثل همینجاست. پیشو ام جی میگو تختر بیا اینجا عکس بگیر. آره بدم آخه مجیدی هم رفته بودم. این مجیدی هم مثلا گشته بودم نظام آباد حاجی اصلا با مجیدیه. خب من نمیدونم، من فکر میکردم مثلا چسبیده به همه مثلا یه چیزن. نه من هم همچی فکر میکردم، ولی چون بچگی ها من بچه بودم باشگاه فوتبال میرفتم، فوتبال هم خیلی خوب بود. آره بابا یه خماشکم فوتبال نزنی؟ آها زانو دادی؟ نه دوتا زانو هم آب آورد، یارو گفتش بخوای یکی دو سال لیگ بازی کنی بگاهی میشه. ولی فوتبال هم دو پا بودم آجی، دو پا بودم هر پایین یه سه پا بودم یه پا دو پا سه پا. بعد چیز آها مسابقه اینا واسه همون افتاد، رفتیم نظام آباد، گفتم یا اول فساجی تیممون بچه های نظام آباد بودن رجی یا خود فوتبال بزرگ فوتبال بزرگ میزدین یا فوتبال یا فوتسال باختیم بشن از قصد داور ربانی که خودشون دیمونه میبردیم میبردیم از بیرونیم چند شمشیر در میابردن هممونو یه دور چند بود؟ 14-15 سال حسین 4-25 سال تو کونه چونه با 14 ساله به باز سیویل میاد تقصیر مربی و اسکول مومون چه بازیه جان که ما رو ببره فرمانیه الهیه نظام آباد آقای سفید برمازی بعدی آجا اصلا تو ورزش نمی کردی بچه تربیتی چرا خیلی ببین همه رشته ها رو 2-3 ماه رفتم همه رو تو چی بیشتر این بچه مورد علاقه چیه شطرنج الان که آجی MMA میرم خیلی عمال میکنم باش خیلی یاد میده آره آجی خیلی ولکانوفسکی ولکانوفسکی بود آره ولکانوفسکی الکساندر نه پسر همونی که با مکس سه بار فایت کرد سه بار بردش خیلی اونو دوست دارم الان بازی هم بازی میکنم اونو برمیدارم همه هم میزنم های یورسی هم بازی میکنی؟ چقدر جدی؟ خیلی جدی هر رو میزنیم از بچه ها بهتری؟
الان سینا کیلر خیلی داره پیشرفت میکنه. من یو اف سی پی سی نمیده اصلا، حال نمیده، نمیتونم بازی کنم. بعد من کنسول بگیریم حتما. من بازی اونجوری خیلی جذاب نیست. یو اف سی خوش میگذره. یو اف سی تو همه میشینن بازی میکنن تو خونه. تو بگو من 5 دقیقه دست سر بردارم بنم توی بازی. اصلا هیچ بازی اصلا هیچ. قبلا رینبو بازی میکردم. تنها بازی که تو زندگیم بازی کردم و باج زندگی کردم رینبو بوده. آنلاین جدی رفیق دارم قدیمی تری رفیق من پیش شبستانی به نترس می شدم فوش اوکی شده یه رفیق دارم تو پیش شبستانی با هم رفیق شدیم اولین رفیق همه دیگه علی طاهری الان کانادا شراد علی کاناداه آره کانادا درس میخونه اصلا از اول ببین رفیق بودیم دیگه آدم حسابی درس خون بعد با هم میشستیم بازی میکردیم 24 ساعته یعنی مثلا کانادا بود نه ایران بود یه سال فکر کنم رفته میشستیم بازی میکردیم شب ساعت 7 شب 7 بعد از ظهر بیدار میشدیم از خواب بازی میکردیم تا 8 صبح 9 صبح 9 میخوابیدیم بعد از ظهر بیدار میشدیم باز بازی میکردیم صبح بازی میکردیم 17 سال 16 تا 18 19 سالگی 2-3 سال فکر کنم همین جوری بود کلا زندگیم فقط بازی میکردم فقط بازی میکردم من بازی اونجوری جذبم نمیکنه مثلا رد دد 2 اینا جذبم میکنه واسه میگم یو اف سی رد دد 1 پی سی شما داد آره آره دارم بازی میکنم دارم بازی میکنم که 2 دقیقه بازی کردم وقتی دوش هست چرا یکیش رو بازی کنم وقتی دوش هست حجمش زیاده طولی کشه دانلودش چیز فکر حالا تئاتر بکن تئاتر چرا توف اوکی بابا داداش من برای یه فکر برای سام بکنم ولی حاجی من واقعا راضیم به قرآن اصلا ناراحت نمیشم الان داداش کل کامنت های من کینگ کفامه ولی به قرآن بگو تو بگو 1% من اگه بخواد برام چیزی بشه بهتر از اینه که آدم هیچی نشه آره داداش نه چیزه اگه یعنی من هیچی ندارم راضی بهش صحبت کنم نه این همه چیزی حالا حساب اوکی نبود و اینجوری بود که زندگیش اوکی نبود رو مخش بود اصلا اوکی آره معروفی کرده آره اینجوری راضی اصلا مهم نیست نمی رسید دست بچه‌ها ناراحت شو چیز بریم واسه اینکه آخر حساب برای شما بازی رو عشق من این بچه‌ها دمتون گرم بریم واسه سیبت آخر حساب میبینمتون اپیزود 100 و حساب حسین حسام حسین چه ها سیبت حسام یا حسین او سیبت حسین الان تازه او ترون تاپو سویل واسش بفرستین فرستادم واسه فکر کنم میفرستی لهجه جایی یا اینکه میفرستی باید بگم نه همین سوال من میفرستی درسته آها میفرستی و میفرستی آره من میفرستی و من اولی بار از حسام شنیدم فقط از حسام میشنوم خیلی من نداره رو میگم نره نره اوکی باز میفرستی عجیبه میفرستی که شنید لحجه جاییه من میفرستی چه عجیب تا حالا فکر نکردم یکی دو تا از این کلمه‌های دیگه هم هست که بقیه به من گفتن الان یادم نمیاد حمام مثلا نمیگی شما همون آره دوش من حاجی لهجه شمالی مو تا حلشه تو تهران 8 سالی طول کشه پتر انزی بغر بغر اون لهجه شمالی نه اون عقب مونده پتر انزی بغر قیافه کیسی من اون لحظه قشنگ جلو چشمه که برگشت من رو کیسی من وصلی سویل تو وصلی قد کن یکی دومیه نه فرستادم یه دونه فرستادم اپیزود چندیم؟ اپیزود 118 فکر کنم نه 118 فکر کنم گذاشت برو تو هم یه اینستا اسم نرم چه بیسی میزنم؟ 119 بچه ها 119 برادران تیم بوم تیمم پشتم ترون بام داشتم ترون تاپ میخوان واسم زیرو رو بکشن دورم میزنن میدون کار میام واسه خودم با یا به جوی را میره هوا با یه کار بمب مال تو همیشه مال من ولی مال من نمیشه مال تو بذار بکشن زیرو رو کم نداشتم کی رو بور رسیدن نداره دیرو زود رپ سکس ویدو پول جیبام چیزی نی مغزم گله داشت تا گردم پره بذار اونم پرکم کنه بهتره بمونه خستم کنه کماره ترکم ایرون شیطون نزنتم ای گول سایم بالا سر ترونه یادتون باشه چی گفتم امرو مثل قدیم میپر دارم نمیفهمه چی میگم دکترم میخوای برسی پر کن اونا که قبولم ندارن کس خولن بچه ترون این پشت کپم بال مرکوری هایپ پیم داشو رد بولیم میکوبن نیستش مهمونی بچه ترون این پشت کپم بال مرکوری هایپ پیم داشو رد بولیم میکوبن نیستش مهمونی ترون میده وایپم
ویژنام دارکه، نیستم آدم قبل، نه رپ چی از هم ساخته، نمیاد این شکلی باس بذاری ریسپکت، رد نشی از 20 متریم تا صبح بدید دیسپم، نمیاد دیسپک ازم رفتم بالا ریختن سرم، حالا بگو بالا خواد بیا تک میام جلو 25 نفر، هیترام کسچه باس بگم روک بد، تیم داره ایرانو میگیره فنام پشتش، هات تیم گرفت کارا گر، میدونم برسن ماراتون، یه چیز زدم اینش نی چی باره تا آماتور، کت باز میام راست راست باسیم کار داد، سر تیتر خبرام ترنده داشه دال تایم، بچه ترون این پشت کپم بال مرکوری، آیپیم داشون رد بولیم میکوبن نیستش مهمونی، بچه ترون این پشت کپم بال مرکوری، آیپیم داشون رد بولیم میکوبن نیستش مهمونی. بوم میبینه تو اش زیاد خاکم خاک تاکم.